KIRN, Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM, HD3. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیستنی، درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 27 فوریه سال 2021 میلادی برابر با 9 اسفند ماه 1399 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز خرسند که در بامداد نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در رادیو ایران 670 AM همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. اگر شما هم مثل من ساعت 5:30 صبح بیدار بودید، ماه درخشان بزرگی رو در آسمان می دیدید که کمتر پیدایش می شود و بسیار زیبا بود. امیدوارم که تعداد زیادی از شما دیده باشید. البته دیشب هم قابل رویت بود. خب، در هر حال این برنامه برای علاقمندانش امشب از ساعت 12:30 شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از اون روی سامانی شخصی من homasarshar.com، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام هم آرشیو میشه. خب بفرمایید بنشینید سر میز صبحانه که در برنامه امروز با دکتر رامین احمدی، بی بی کسروی، مری آپیک و دکتر مارک عاملی خواهیم بود و در فرصتی سری به هوشنگ توضیح میزنیم که سخت مشغول تمرین نمایش جدیدش رستم از حال پسرش سهراب بی‌خبر است هست تا ببینیم آقای نویسنده و کارگردان در چه حالی است. خب یه نگاه سریع بیاندازیم به چند خبر هفته گذشته. در بر اثر حمله هوایی آمریکا در نواحی مرزی سوریه با عراق، چندین شبه نظامی شیعه متحد جمهوری اسلامی کشته شدند و در پی حمله شبه نظامیان به پایگاه آمریکا در خاک عراق، این حمله به صورت تلافی انجام گرفت و پرزیدنت بایدن اعلام کرد که ایران باید بداند حمایتش از شبه نظامیانی که منافع آمریکا را تهدید می‌کنند پیامد خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 8 اسفند گفت ایران باید به تصمیم او برای تایید عملیات نظامی در سوریه به عنوان یک هشدار نگاه کند که حمایتش از شبه نظامیانی که منافع آمریکا را تهدید می‌کنند پیامد خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جو بایدن در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید قصد داشت با این حمله نظامی چه پیامی را ارسال کند، گفت شما نمی توانید با مسئولیت از مجازات اقدام کنید، مراقب باشید. کنفرانس کوشندگان سیاسی محافظه‌کار Conservative Political Action Conference CPAC از روز گذشته کار خودش آغاز کرد و تا یک شنبه ادامه خواهد داشت. این کنفرانس در اورلاندو برگزار میشه برخلاف سالهای پیش و تعداد زیادی از جمهوری خواهانی که بیشتر کشش دارن به سوی محافظه‌کاری در این جلسات نشست دارن. چندین سناتور هم رفتن در حالی که در مجلس سنای آمریکا در بحث در مورد گذراندن لایحه حمایت و رسیدگی به مسائل و مشکلات کووید و دادن کمک‌های اولیه بود، ولی ترجیح دادن در اونجا باشن. چند تن از اونها صحبت کردن. آقای دان جونیور، پسر پرزیدنت سابق آمریکا دونالد ترامپ، این کنفرانس رو به جای سی پک تی پک خواند، یعنی ترامپ پک، و اعلام کرد که منتظر ورود مجدد پرزیدنت سابق آقای دونالد ترامپ به صحنه سیاسی باشیم. آقای میچ مکانه، رهبر اقلیت سنا، هم بعد از همه اعتراض ها و فحاشی ها و توهین هایی که به آقای ترامپ کرد در طول هفته 6 ژانویه اعلام کرد که نامزدی ترامپ اگر به وقوع پیوندد در سال 2024 به او رأی دادند. دو شخصیت مهم که انتظار می رفت باشند ولی نرفتند در این جلسه، آقای مایک پنس، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا، و خانم نیکی هیلی بودند و گفته می شود که این دو سر نامزد شدن برای ریاست جمهوری در سال 2024 دارند. هفته گذشته از طرف بسیاری از نهادهای در واقع اطلاعاتی آمریکا پرونده آقای جمال قشقی که به قتل رسید باز شد و این اصالت سری در آمد و در نتیجه
در مدارکی که اعلام شد نشان داده شد که ولیعهد عربستان محمد بن سلمان این عملیات رو تایید کرده بود که خاشقجی رو بگیرند و بکشند و این اتفاق که در استانبول افتاد موجب سر و صدای فراوانی شد و الان بسیاری منتظرند ببینن که دولت آقای بایدن در این زمینه چه واکنشی نشون میده. مثلا این هستش که سخنگویان این کابینه آقای بایدن و کاخ سفید اعلام کردن که روابط آمریکا با عربستان از نظر دیپلماتیک بسیار حائز اهمیت است و آمریکا با عربستان همون کاری رو میکند که با چین و شوروی. مسئله منافع ملی آمریکا همیشه در صدر قرار دارد و مقابله با یک متحد آمریکا در منطقه میتواند مشکلات و مسائلی رو به وجود بیاورد. همونطور که بارها در این برنامه و در صحبتهایی که من کردم اعلام کردم، اصلا فرق نمیکنه که کدام حزب بر سر کاره، مسئله منافع ملی آمریکاست و در این زمینه نگاه آمریکا به عربستان سعودی از طرف حزب دموکرات و از طرف حزب جمهوری خواه همچنان یکیست، او رو متحد میدونند و مسئله نقض حقوق بشر رو قتل از این قضایی هم تقریبا حالت جوک داره. به دنبال گفتگوهای مقامهای تهران و سئول و همزمان با اعلام خبر موافقت اصولی واشنگتن با آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران در کره جنوبی، رئیس اتاق بازرگانی دو کشور تایید کردند که 1 میلیارد دلار از این دارایی ها در قالب مواد غذایی و دارویی به ایران خواهد رسید. پیشتر صحبت از این بود که با این پول واکسن کرونا بخرند. حالا باید ببینیم که تا موقع که این پول به یه مقصدی میرسه به چه مخارجی را خواهد رسید و چگونه خواهد شد. بریم و برگردیم با اولین مهمان برنامه هم صحبت. بازتاب خبر. خب یکی از مهمترین خبرهایی که هفته گذشته اعلام شد از طرف کمپانی جانسن اند جانسن بود در مورد واکسن جدیدی که تاییدیه در واقع فوری و اضطراری رو گرفتند و به زودی به بازار خواهد آمد و این خبر خبر بسیار هیجان انگیزی بود. در کنار پیشرفت‌هایی که در مورد واکسینه شدن تعداد زیادی از آمریکایی‌ها و در کابینه آقای بایدن اعلام شد که تقریبا روی قول و پیمانی که کرده بودن هستند، 50 میلیون امریکایی یا کمی بیشتر واکسینه شدند و تا همان زمانی که 100 روز ریاست جمهوری آقای بایدن احتمالا 100 میلیون نفر شاید هم بیشتر واکسینه بشن با به بازار آمدن واکسن جانسن اند جانسن. به سراغ آقای دکتر رامین احمدی میریم که همواره در این زمینه ما رو یاری میکنن و به ما اطلاعات بروز شده و تازه رو خواهند داد. آقای دکتر احمدی عصر شما بخیر. سلام عصر، امیدوارم خوب باشید. ممنونم. بفرمایید. ممنونم. آقای دکتر رامین، این واکسن جدید جانسن اند جانسن رو برای ما و شنوندگانی که علاقه‌مندن توجیه کنید که چگونه واکسنی است؟ بسیاری از مردم خیلی خوشحالن که خب این یک بار تزریق داره و بعدم این خوشبینی که فریزر به اون شدت سرد رو لازم نداره شاید امکان توضیحش رو یه مقداری سریع‌تر و ممکن‌تر بکنه. نظر شما رو می‌خوایم در این زمینه. بله درسته، این واکسن یک واکسن در واقع که روی پلتفرم قدیمی واکسن ها درست شده و از در واقع بسیاری جهات مثل واکسن استرازنیکا و مثل واکسن سپوتنیک وی واکسن روسی میمونه. یعنی اینکه هر ستای این واکسن ها در واقع اینها میان و سعی میکنن که انتقال بدن اون به اصطلاح بخشی از ژنی که اون پروتئین تاج ویروس رو میسازه رو اینا میان میذارن روی یک ویروس سرماخوردگی ضعیف شده مثل ادنو ویروس که در واقع این رو اومدن و ضعیفش کردن، یعنی حتی از اون ویروس سرماخوردگی معمول هم نیست و ولی وقتی که وارد بدن میشه اون تاج به اصطلاح ویروس رو
کووید رو میسازه و بدن در مقابلش واکنش نشون میده و اون واکنش ایمنی باعث میشه که بدن در مقابل ویروس کووید ایمن باشه بدن. این یکی از در واقع شاید مهمترین نکته های این پلتفرم سنتی این استش که میزان تولیدش بالاست و میتونه که به سرعت در هر مقداری رو که لازم باشه تو بازار تولید بکنه. یکی از به حال مهمترین جنبه های این هست و این باعث میشه که با مقدار زیاد وارد بازار شدنش تعداد خیلی بالایی رو بتونن واکسیناسیون بکنن. خب نکته دیگرش همین است که فرمودید که اون چیزی که اینجا یا میگن زنجیره سرد که احتیاج نداره، اون چیزی که مثلا واکسن فایزر یا حتی در حال یه مقداری مدرنا احتیاج داره برای اینکه در دمایی که دمای مثلا اتاق نمیتونه نگهداری بشه، در حالی که این واکسن های سنتی رو اغلب میشه در همین دمای اتاق نگهداری کرد و مشکلی هم نداره. دیگر اون که همین یک بار فقط در با یک بار زدن در واقع این واکسن ایمنی ایجاد میکنه، احتیاج به دوبار زدن نداره و خب اینم کار رو آسان تر میکنه. من راست شو بخواید وقتی داشتم به این داده هاشون رو نگاه میکردم هفته پیش و در واقع وقتی منتشرش کردن حدود دو هفته پیش، من یه مطلبی هم توی فیسبوک راجع بهشون نوشتم، گفتم که انتظار دارم چون داده ها رو و اون چیزای تحقیقی که منتشر کردن در معرض دیدگاه عموم قرار دادند نشون میداد که بسیار واکسن خوبی است و من انتظار داشتم که نوشتم همون موقعی که FDA به اینها اجازه خواهد داد و اینا وارد بازار میشن و یه مقداری دینامیک بازار رو عوض میکنن، چون باعث میشه که تعداد بیشتری واکسینه بشن و سریعتر واکسینه بشن و به هر حال در کنترل پاندمی اینا عامل مهمی خواهند بود. زمینی که من نوشتم که خب در مورد کشور ما هم دولت ایران الان اگر که از خر شیطون پایین بیاد و میتونه از این واکسن در واقع اوردر بده و استفاده بکنه برای مردم و جلوی مرگ و میر مردم رو بگیره، برای اینکه این واکسن میتونه توی تعداد خیلی بالا به سرعت در دسترسشون قرار بگیره. و بعدم در ایران در حال حاضر هنوز میشه که واکسیناسیون شروع نشده جز برای از ما بهترانشون. متاسفانه در ایران الان بله وضعیت اینها واقعا جنایتکارانه هست. آدم نمیدونه واقعا چجوری توصیف بکنه. اینها گفتن که واکسن سپوتنیک واکسن روسی رو میخرن و خب بازم اون حتی اونم باعث خوشحالی بود. واکسن سپوتنیک هم این همین واکسن و واکسن موثریه و میتونه جلوی مرگ هزار نفر رو بگیره. داده های تحقیقش هم بسیار خوبن، در بیش از 39 کشور دنیا هم ثبت نام شده و دارن میخوان ازش استفاده کنن. بنابراین خب خیلی عالی بود که ایران هم جزو این 39 تا کشور دنیا بشه و بگیره و استفاده کنه. به هر حال مردم بتونن بالاخره در مقابل این بیماری خودشون ایمن کنن و جلوی مرگ و میرا رو بگیرن. ولی متاسفانه بعد یه دفعه من فکر میکنم که به این نتیجه رسیدن دولت ایران که نمیخوان واقعا از این جلوی این مرگ و میرها و تو پخش بیماری رو بگیرن، برای اینکه اومدن گفتن نه خیر ما حالا داریم تحقیق میکنیم راجع به واکسن سپوتنیک و این واقعا این تأخیری که دارن میکنن و مرگ و میر رو ادامه میدن و پرتوز بیماری رو ادامه میدن، این واقعا شاید یکی از جنایتکارانه ترین اعمالی باشه که در تاریخ واقعا مدرن بشری در ایران کسی انجام داده و بر سر مردم ایران آورده. واقعا وحشتناک. بله، باعث تأسف و حیرت هم هست که چگونه در حالی که بسیاری از کشورها هم آمادگی خودشون رو برای اینکه کمک بکنن اگه کشورهایی از نظر مالی امکانشو ندارن براشون اینها رو ویروس واکسن رو بخرن بفرستن هست، ایران همچنان، جمهوری اسلامی همچنان مقاومت میکنه در مقابل این قضیه و
واقعیت هم اینه که آماری هم که میدیش کدومش درست نیست در مورد تعداد مرگ و میر. حتی من که الان اقوام و دوستان خیلی زیادی در ایران ندارم، مرتب میشنوم یا از افراد مشهور یا از افراد دوست دوستی دوست که چقدر کشتار داریم میکنه و چقدر انسانها دارن هر روز میمیرن در ایران به تعداد خیلی زیاد و هیچ مراقبتی. بله متاسفانه مرگ و میر حد اقل از 300-350 هزار نفر تا به بالا بوده تا به امروز. من نمیدونم کی متوقف خواهد شد با این اراده و عزمی که جمهوری اسلامی داره برای اینکه کشتار رو توی مردم ما ادامه بده. دکتر احمدی، شما دنبالم کردید در مورد اینکه این واکسن جانسون اند جانسون که قرار به بازار بیاد، البته خب تازه تاییدیه گرفته برای اینکه شروع به ساختن بکنه، اولین زمانی که میشه پیش بینی کرد که در دسترس مردم باشه، مثلا اینکه میگن هنوز به این زودی نیست، مثلا ممکنه یک ماه تا 60 روز طول بکشه برای اینکه این به دست مردم، یعنی توزیع بشه و بره تزریق بشه روی بازوی مردم. خب برای اینها امریکا اینها حدود 50 میلیون دوز تصور میکنم پیش خرید کرده بودند و بنابراین همه اون تولید اولیه رو اینها در واقع به دولت امریکا فروختند و اون مجانی توی مردم امریکا توزیع میشه. ولی برای مرحله بعدیش دارن در واقع اوردر قبول میکنن و بسیار از کشورهای مختلف هم دارن اوردر میدن و فکر میکنم که این صحبت یک ماه و نیم بیشتر به خاطر این هستش که تمام اون چه که دارن فعلا در به قول معروف اینونتوریشون همه رو باید مطابق قرارداد قبلی که با دولت امریکا داشتند به دولت امریکا تسلیم بکنن، بنابراین عقب میفته دستشون یه خورده. ولی سرعت تولید این واکسن به خاطر سنتی بودن پلتفرمش بسیار بالا هست. نتایجش هم که خدمتتون عرض کردم درخشانه. خب یه مقایسه کلی اگه بخوایم بکنیم بین فایزر، مدرنا و جانسون اند جانسون، سه تا از واکسن‌هایی که در اختیار مردم آمریکا هست، چون من از بسیار میشنوم که مثلا تو چی زدی، من میگم من اولین واکسن رو اولیش رو زدم و فایزر، میگم فایزر فقط 6 ماه امنیت میاره در حالی که مدرنا گفته تا 2 سال، بعد جانسون اند جانسون یه چیزی دیگه میگه. آیا این حرف درسته که بعضی از واکسن ها مدتی که ایمنی میدن کمتره یا بیشتره از واکسن های دیگه؟ دکتر احمدی، والا نمیدونیم واقعا که چه مدتی ایمنی میدن و دلیلش هم هستش که ما تا به امروز واقعا یک به اصطلاح مارکر مهم ایمنی رو نمیتونیم اندازه بگیریم. اون چیزی که همه اندازه میگیرن و گزارش میدن آنتیبادی که هست، این آنتیبادی آی جی جی که معروفه و هم اندازه میگیرن، این نشون میده که بدن به این ویروس قبلا واکنش نشون داده و این ویروس بدن این ویروس رو دیده. ولی این مسئله ای که آیا ایمنی داره بدن یا نه، اون هستش که آیا اون آنتیبادی های خونسا کننده در بدن ساخته شده یا نه. اونا لزومن اون آی جی جی نیستن، البته ارتباطی دارن با میزان آی جی جی. و بعدم این که آیا اون پروفایل خاص ایمنی رو در سلول های حافظه و غیره ثبت شده یا نه، و بعد اگر شده این خب یه مشکل اولی این استش که این رو در بازار وسیله‌ای ندارن که باشه اندازه بگیرن و یکی اونه، و دوم که در توی آزمایشگاه دارن و اندازه دارن میگیرن برای برحال یک جمعی، و این خب نشون داده شده که خود این ایمنی پیچیده است. یعنی این که در مورد ایمنی طبیعی فعل مثل کسانی که به طور طبیعی این رو گرفتن نشون دادن که خب در یه تعداد این ایمنی سریعتر ناپدید میشه، در برخی یه سری بیشتر میمونه. در خود واکسن کسایی که واکسن رو زدن داده های 6 ماه رو داریم و میدونیم که 6 ماه کاملا میمونه. 9 ماه رو داده های 9 ماه توی آوریل منتشر خواهد شد
که اگر داده های آوریل هم خوب باشه این به اصطلاح FDA این رو از حالت emergency authorization میدونید عوضش میکنه و authorizationش رو پرمیننت میکنه به اصطلاح و میذاره که دیگه مثل دواها و واکسن های دیگه توی بازار باشن. اینها این داده ها فقط مربوط به آمریکاست که کمک میکنن کشورهای مختلف که الان دارن واکسینه میکنن به هم دیگه میدن این اطلاعات رو که بتونن هم استفاده بکنن دکتر احمدی؟ بله بله، نه اینا در اختیار همه قرار میگیره اطلاعات واکسن، حتی از دیدگاه عموم هم نمیتونن مطابق قراردادی که گذاشتند مخفی بکنن، حتی بخشی از داده ها رو نمیتونن اونجوری که در موارد دیگر که دواها و غیره درست میکردند و اینها میتونستن مخفی بکنن، واکسن رو باید همه در اطلاعات رو در اختیار عموم قرار بدن. بنابراین یک زمانی ما توی تابستون داده‌هایی داریم که نشون میده آیا این ایمنی یک ساله هست یا نیست. و اگر که یک ساله باشه و حدث من این است که خواهد بود برای همه واکسن به طور مینیمم، من فکر میکنم که هر ستای این واکسن ها در واقع این ایمنی یک ساله به وجود میارن. یکی از دلایلی که براش داریم در واقع واکسنی که برای عضو اول این خانواده خطرناک کرونا گون سارس یک درست کردن و چون اون پندمیش نشد و اپیدمیش هم تموم شد، محدود شد و تموم شد، دیگه هیچ وقت به بازار نیومد اون واکسن واقعا. اما اون واکسن بین 2 تا 3 سال اکثر کسایی که اون واکسن رو میگرفتن ایمنی درشون درست میکرد. حالا اگر این یکی دومین عضو این خانواده برحال تا حدودی شبیه باشه به عضو اول، انتظار داریم که حداقل 1 سال این ایمنی باشه در بدن آدم. و وقتی که داده ها نشون بده که این چنین هست، اون موقع است که تصمیم میگیرن که واکسن رو سالیانه بدن یا هر 2 سال یک بار بدن. برحال اون رو از الان نمیتونیم قضاوت بکنیم، یک چند ماه دیگه لازم داریم برای اینکه جواب نهایی رو راجع به ایمنی و اینکه چقدر طول میکشه دقیق داشته باشیم. ولی هر ستای این واکسن ها 6 ماه به بالا در بدن ایجاد ایمنی میکنه، اون چیزی که الان میتونیم. بله متوجه هستم. این واریانس های تازهی که ازش صحبت میکنن، هر بار که واکسن تازهی رو میارن، مثلا فرض کنید که سال دیگه میگن که شروع کنید سالیانه بزنید، مثل آنفلوانزا میشه دیگه، یعنی هر واریانس تازه‌ای که بیاد واکسن اون رو میفرستن به بازار و اون رو باید بزنی که در بدن ایمنی اونها به وجود بیاد. یعنی که یه جایی هم من خوندم در یکی از این گزارش‌ها که تحقیقات نشون داده که واکسنی که الان دارن میزنن در مقابل چند از واریانس هایی که اومدن هم ایمنی میدن و خوبن. ببینید راجع به این واریانس ها چون خیلی توی اخبار سر صدا شلوغی زیاد شده راجع بهشون و شنوندگان عزیز شما ممکنه بابتش بسیار گوش کرده باشن و نگران شده باشن، اگه اجازه بدید من 1-2 کلمه بگم. ببینید این به اصطلاح واریانت ها، این میوتیشن ها، اینها تو همه ویروس ها هستن، همیشه بودن. در واقع توی ویروس کووید هم تا به امروز ما یک چیزی حدود 600 خوردی از این میوتیشن ها رو منتشر شده که به اصطلاح پیدا شده تو کشورهای مختلف و گزارش داده شده. بنابراین مسئله 1-2 تا از اینها نیست، اینها همه به صورت اتفاقی تصادفی و رندوم هم اتفاق میفته و ویروس روی شرایط جغرافیایی مختلف همینطوری که تو جامعه انسانی میچرخه این میوتیشن ها رو در واقع انجام میده و بسیار از این میوتیشن ها رو انجام میده و ما اصلا نمیدونیم، برای اینکه انجام میده و نمیتونه بعدن در محصولش یه چیزی میشه که ویروس اصلا براش قابل زندگیش نیست، قابل حیات نیست و ناپدید میشه. بسیاری از اون در واقع میوتیشن ها باید فرض رو بر این بذاریم که اتفاق افتادن خیلی بیشتر از این تعدادی که داره گزارش شدن و اصلا باید حاصلش هم نابودی کامل ویروس بوده. یعنی لزوما هر میوتیشنی باعث
به وجود اومدن یک ویروس جدیدی که با مختصات خاص خودش هم داشته باشه نیست. چه جالب. و مثلا برای اینکه من برای شنونده ای که اصلا هیچ جور اطلاعات علمی و پزشکی هم ندارن و تخصصی ندارن میخوان به زبان ساده این رو متوجه بشن عرض میکنم خدمتون. فرض کنید من میخوام خودم رو از شما پنهان بکنم، یک تغییر اتفاقی در خودم میدم، فرض کنید چون میدونم شما صورت من رو تشخیص میدید، من مثلا سرمو میتراشم میام جلوتون، خب شما ممکنه الان دیگه من تشخیص ندید، اما مسئله سر اینه که این ویروس نمیتونه فقط همین یه دونه کار رو بکنه. وقتی یه سری از این کدهای ویروسیش رو جابجا میکنه همه چی عوض میشه. یعنی درسته حالا من ممکنه که شما سر منو تشخیص نمیدید، ولی من ممکنه حالا یه پام نداشته باشه یا یه دستم هم قطع شده باشه حالا. بنابراین لزوما من قوی تر نیستم، درسته که قابل تشخیص نیستم، یا ممکنه که مصری تر باشم، بتونم به سرعت از به یک بدن به یه بدن دیگه برم، همینطوری که ویروس انگلیسی ورژن انگلیسی یا افریقای جنوبی هست، ولی حاصل کار محصول من قوی تر نیستم و اون محصولی که ایجاد میکنم لزوما محصول بدتری نیست، مثل همون قبلی حد اکثر. این خیلی مسئله مهمیه. دوم این که اگه نگاه بکنید به کل تاریخ ویروس هایی که ما در جامعه بشری تا به امروز داشتیم و بخصوص مثلا یه ویروسی مثل ویروس HIV رو نگاه بکنید، ویروس AIDS رو نگاه بکنید، اینها خب بیش از 50 میلیون الان در جامعه بشری ویروس AIDS رو دارن و ما میدونیم که خب میلیون ها نفر هم داشتن و ازش فوت شدن و درگذشتن. یعنی ویروسی است که توی این جامعه بشری واقعا حرکت کرده، اینور اونور رفته، از این کشور به اون کشور رفته و میوتیشن های بسیاری هم داشته، به طوری که اینقدر میوتیشن های زیاد داشته که ما رو بعضیشون مثلا اسم گذاشتیم، اسمش هم مثلا فرق میکنن با هم، یکی میگیم مثلا فرض کنید HTLV1 به یکی میگیم HTLV2 و همین به تا به آخر، اینقدر یه سیستم اصلا نامگذاری هم براش درست شده. خب ولی همه اینها در نهایتش غیر از همون به اصطلاح بیماری AIDS دیگه درست نمیکنه، یه چیز بدتری درست نمیکنه و یه کورس بدتری نداره. یه نتیجه گیری دکتر احمدی، یه نتیجه گیری دو جمله دیگه بکنید چون وقتمون داره تمام میشه. چشم. میخوام بگم که در کل تاریخ بشر این ویروس ها بودند و جابجا هم شدند و میوتیشن هم داشتند و هیچ وقت نتونستند یک ورژن خیلی بدتری از خودشون درست بکنند و بنابراین من کووید هم اگر که توی اون بستر تاریخی بهش نگاه بکنید، من این میوتیشن ها رو خیلی نگران کننده نمیبینم و فکر میکنم که واکسن ها هم در مورد اغلب این میوتیشن ها موثر خواهند بود. این پیش بینی من است. یک دنیا از شما ممنونم، روز خوبی داشته باشید. سلام منو به همسر گرامی برسونید که هفته آینده ایشون مهمون ما هستن، خانم رویا حکاکیان. قربان شما. حتما خیلی ممنونم. روز خوبی داشته باشید. به یک خبر فوری توجه فرمایید. مهمترین و دقیق‌ترین اخبار ایران و جهان هر نیم ساعت از رادیو ایران 670 ریزش مو میتواند نه تنها در ظاهر افراد بلکه در اعتماد به نفس و روابط اجتماعی آنان اثرگذار باشد. دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو میباشد که تاکنون هزاران نفر از سراسر جهان با روشهای طبیعی و ابتکاری دکتر مشکین موهای از دست رفته خود را بازیافتند. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 30 سال تجربه خوشحالم به اطلاع برسانم که امروز میتوانیم هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش با آخرین روش‌های FUE و FUT پیوند دهیم و افرادی را که به اندازه کافی مو در پشت سر نداشته باشند می توانیم از موهای بدن و ریش استفاده کنیم. لطفاً برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل و مطب‌های دکتر مشکین به وبسایت meshkinmedical.com مراجعه فرمایید. 949-219-2027. If you're losing your hair, call Dr. Meshkin at 949-219-0027 or go to meshkinmedical.com. اگر کسی باور نکنه که ما در جنگ هستیم. دانشگاه حمایت. مجله رادیویی 670. قدرت‌های استکباری امروز. بنده که معروفم در دنیا.
با من مهدی آقازمانی. دوشنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 3 بعد از ظهر، رادیو ایران. من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. پیام شایانی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بی تصادف امری است اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-7777 Be the Change با بیتا میلانیان 670 AM KIRN همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر. من سیامک شجریان، عهده‌دار تدریس آواز و ترانه‌های ایرانی هستم. من کیاوش نورایی، سازهای ویولن، پیانو و سنتور را آموزش می‌دهم. پریسا دانشور هستم، مدرس نی و موسیقی کودکان. مهدی باقری هستم، مدرس کمانچه، ستار و تئوری موسیقی. میثاق اسحاقی هستم، مدرس کمانچه، تنبک و دف. متین اسحاقی هستم، مدرس تار و ستار. 310-477-4141. When I was little, I didn't talk for a long time. I was sensitive to lights and sounds, so I built secret hiding places where they couldn't get in. Sometimes I do the same things over and over until one day I found out I had autism. My family got me help. Slowly, I learned how to live with it better. Early intervention can make a lifetime of difference. Learn the signs at autismspeaks.org/signs. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council. به رادیو ایران گوش میکنید. KIRN 670 AM. یک نگاه، یک اندیشه. به من گفتی که دل دریا کنه دوست، همه دریا از آن ما کنه دوست. دلم دریا شد و دادم به دستت، مکش دریا کش دریا. بله، با این ترانه زیبای اشک مهتاب که شعر اون از سیاوش کسرایی است و صدای استاد شجریان و آهنگ از استاد حسن یوسف زمانی، برنامه این بخش امروز رو باز میکنیم و مهمان عزیز این ساعت رو خدمت شما معرفی میکنم که نسبتی با سیاوش کسرایی داره. دختر نازنین سیاوش کسرایی است، بیبی کسرایی، دوست عزیز من و بانویی که از نظر من فعالیت و کوشش و هیجانی که دائم در زندگیش داره از او یک کارآفرین استثنایی به وجود آورده. بیبی کسرایی 13 سال پیش هاورد کوکینگ گرل رو در شهر سندیگو بنیان گذاشت که یک مدل کلاس آشپزی بود برای بچه ها و نوجوان ها، و این مدل که ابداع شده بود توسط بی بی کسایی در سراسر آمریکا و کشورهای دیگه مورد استقبال قرار گرفت و بسیاری از این کلاس ها به وجود اومدن. بی بی از نخستین کسانی بود که کلاس های آشپزی در روی یوتیوب رو هم ارائه کرد و کم کم از یک کارگاه کوچک به کلاس های استودیویی و بعدم به وجود آوردن تیم‌های متعدد برای مناسبت‌های مختلف برای سرویس دادن به کمپانی‌های فورچون 500
به وجود آورد که اون هم یکی از کارهای موفقیت‌آمیزش بود. در سال 2020، سالی که گذشت، که اثر نامطلوبش رو کووید بر همه مشاغل گذاشت، کلاس های هاروارد کوکینگرز بی بی کسایی هم دچار بحران مالی شد و بسته شد، ولی او از پای ننشسته. در دوران قرنطینه بی بی دست به ابتکار تازه‌ای زد و 12 بخش ویدیو تولید کرد که با نام هپیتالیست، از شادی های کوچک زندگی، چون آموزه های دلنشین سخن گفت و بسیار دلنشین و دلچسب هم بود. اما امروز بی بی کسایی به کمک یک نهاد خیریه جهانی به نام دالر دونیشن کلاب رفته است و مسئول این نهاد، مسئول تمیز کردن اقیانوس ها، مشکل آب شدن یخ های اقیانوس های شمالی، معضل حفظ زندگی وحش هستند و برای اینها کار میکنن و از پشتیبانان خودشون میخوان که با پرداخت 1 دلار در ماه این هدف ها رو ممکن و اجرایی کنن. بی بی فارغ التحصیل دانشکده کارآفرینی دانشگاه هاروارد هست و در شهر سان دیگو زندگی میکنه. جدا از این فعالیت های شخصی او که در یک فرصتی باید بار دیگر، چون قبلا هم باش صحبت کردم، ولی بار دیگر هم از پروژه های تازه‌ای که داره گفتگو با هم بکنیم، امروز از او دعوت کردم که به برنامه ما بیاد به عنوان مهمان به مناسبت سالگرد تولد سیاوش کسایی که 25 فوریه بود، 94مین سال روز تولد او. و به جای اینکه از سیاوش کسایی به تنهایی یا بی بی کسایی به تنهایی صحبت بکنیم، از بی بی بخوام که به عنوان یک دختر و ارتباطش با پدرش، پدری که یک پدر معمولی نبود، هنرمندان، شاعران، نویسندگان و کسانی که اهل تفکر و اندیشه هستن، چه زن و چه مرد، اصولاً پدر و مادرهای معمولی نیستن و دیدن این آدم ها از دید و چشم فرزندانشون یک جذابیت خاصی داره. علتش هم این بود که بیبی کسایی چندی پیش یه عکس از خودش و پدرش رو در رسانه اجتماعی چاپ کرده بود که هر دو در حال رقصیدن بودن در خونه با هم دیگه، و بعد برای بسیاری این تصور پیش میومد که سیاوش کسایی یک روشنفکر، یک انسان متفکر که همیشه هم در حال نوشتن و به وجود آوردن یک اثر و خلق یک اثر تازه بوده، آیا در زندگی خصوصیش در ارتباط با زن و بچه و همسر و اطرافیان هم همین اخلاق رو داشته؟ و بعد فکر کردم که چقدر موضوع جالبی میشه که با بی بی در این زمینه صحبت بکنیم. نوشته بسیار زیبای یک بانوی پژوهشگر که در مورد این عکس هم نوشته بود، اگه فرصتی پیدا بشه تیکه از اونم میخونم. خانم سایه اقتصادی، استاد دانشگاه جورج‌تاون، هم راجع به این عکس چیز جالب نوشته. حالا ولی صحبت رو میسپاریم به خود بی بی و بعد با هم دیگه ادامه میدیم. خانم بی بی کسایی، صبح شما بخیر. صبح بخیر هما جون. من میشه قبل از اینکه سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان بگم، یه چیزی بگم، چون من همیشه برنامه شما رو گوش میکنم. واقعا شما یک استعدادی در معرفی تک تک مهمانانتون دارین. هم بعضی از مهمانانتون رو میشناسم، بعضی رو نمیشناسم، خب خودم رو که میشناسم. یک استعداد فوق‌العاده در معرفی دارین که طرف خودش که فکر میکنه به خودش میگه عجب من کسی هم. خلاصه مرسی. خواهش میکنم. نه، این واقعا مهمانان من همه دستچینن و همه انسانهایی هستن که واقعا فعالیت ها و کارا کوشش هاشون قابل تحسینه. خب منم کوششمو میکنم که اون چی که دستاورد اونها بوده رو به نظر و به گوش شنوندگان برنامه برسونم. خب بریم سر سوالی که از شما کردم. بله. سیاوش کسایی چگونه پدری بود؟ بیبی کسایی. ببینین، اولا که هیچکی، من تجربه کردم کسایی هم که پدر بدی دارن نمیگن پدر ما بد بوده، برسه اونایی که پدر خوبی دارن. کسرایی خودش یک آدم بسیار انسان دوست و فرزند دوستی بود. یعنی واقعا من مثلا همیشه فکر میکردم پسرم و دخترم و پسر خاله دختر خاله های من از ما بیشتر دوست داره. اینقدر توجهی که به بچه ها تو خونه میکرد و به بچه ها اصولا میکرد، خونه ما همیشه مرکز بچه ها بود. یعنی هیچکی باورش نمیشد که بیان
خونه ما مثلا با بنده پلی دیت داشته باشن یا با برادرم یا با خواهرم و بابای من باهاشون قایموشک بازی کنه. یعنی واقعا تو مدرسه کسایی که مجبور بودن بیچاره ها آرش کمانگیر و شعر غزل برای درخت اسفس کنن، تو مدرسه از من میپرسیدن بابات مثلا قضا میخوره، دستشویی میره، خیلی خنده دار بود. بعد میمدن تو خونه ما میدیدن که بابای من از همش رو شیطون تره، براشون مسابقه میذاره، باشون حرف میزنه، بهشون میگه بابا این شعرها رو اسفس نکنین، شیطون باشین تو مدرسه. میدونین آدم اصلا فرزند دوستی بود کلن، یعنی اگه دست خودش بود 12 تا بچه داشت. آره. خب اون وقت واقعا خیلی بچه ها رو دوست داشت و جوونا رو دوست داشت و همیشه میگفت که من اصلا جویبارم، آبشخورم جوونان، دوست داشت پای حرف جوونا بشینه. بعد پدری بود که اون وقت ضمناً به بچه هاش خیلی ارزش میداد و همیشه هم هر وقت ما یه تلنگری میزدیم میگفت که ما هرچی خوردیم از دست دموکراسی خوردیم. و میدونید خیلی باز میذاشت وقتی که تو خونه ما، خب سالن های خیلی همیشه باز بود دیگه، همه بزرگان میمدن و میرفتن، ولی مثلا اگه از ویکتور هوگو حرف میزدن یا از چه میدونم آراگون یا الوار اینا، یهوی برمیگشت به من میگفت که خب بیبی تو چی فکر میکنی؟ واقعا بعضی ها ترش میکردن، یعنی من میدیدم که بعضی ها فکر میکردن که خب کسرایی چرا داره نظر اینو میپرسه الان. و بعضی ها میگفتن که این خیلی بچه هاشو لوس میکنه، مثلا میگفت من اگه مهمونی دعوتم بکنین من با بچه ها میام. مادر من مثلا ناراحت میشون، میگفت خب سیاوش چرا این حرفو میزنی؟ مردم شاید نخوان بچه بره خونشون. میگفت خب شاید منم دلم بخواد وقتم رو با بچه هام بگذرونم. خیلی جالب بود، برای اینکه این بخش از زندگی اصولا هنرمندان و روشنفکران اهالی قلم کمتر میبینیم کسی که اینقدر توجه کرده باشه به بچهش. و چقدر جالبه که شما این رو دارید تعریف میکنید در مورد او و اصلا یه تصویر دیگه از سیاوش کسایی میده. بله نه و همه هم اینو میدونستن و برای همین خونه ما پاتوق بود اصلا، برای اینکه همه باشن و در همه حال واقعا ترانسجنریشنال بود این موضوع. و بله مورد سرزنش خیلی هم قرار می گرفت که خب چرا این انقدر به بچه هاش بالو پر میده. خب نتیجهش هم اینه که بی بی کسایی و دو خواهر و برادر دیگری که دارید بیش از بقیه بچه های یا فرزندان اهالی هنر و اهالی شعر و اهالی ادب به این سمت و سو رفتن، یعنی برای اینکه پر پرواز رو پدر به شما داده و این مشخصه. و علاقه ای که بی بی کسایی به ادبیات داره، حالا مانلی رو نمیدونم و خواهر دیگرتون که اونا به اندازه شما هستن یا نه، و نشون میده و اینکه چقدر تا عمق کارهای پدر رو رفتین جستجو کرده، غیر از اون به ادبیات جهان هم احاطه دارین. اجازه میدید که یه تیکه از یه قطعه شعر سیاوش کسایی رو که شما خوندید برای دوستان پخش بکنیم که ببینن دوستان رابطه شما غیر از دختری و پدری چقدر با هم دیگه رابطه ادبی داشتین. صدای بی بی کسایی، شعر از سیاوش کسایی. هوای آفتاب ملال ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد تمام روزهای ماه را فسرده می نماید و خراب می کند و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها دلم هوای آفتاب می کند. خوشا به آب و آسمان آبیت، به کوه‌های سربلند، به دشت‌های پرشقایقت، به دره‌های سایه‌دار و مردمان سخت کوش توده کرده رنج روی رنج. زمین پیر پایدار هوای توست در سرم، اگرچه این سمند عمر زیر ران ناتوان من به سوی دیگری شتاب می کند. نه آشنا، نه همدمی، نشانه ایز دوستی که سر نهی براندمی،
توی و رنج و بیم تو، توی و بی پناهی عظیم تو، نه شهر و باغ و رود و منظرش، نه خانه ها و کوچه ها، نه راه آشناست، نه این زبان گفتگو زبان دلپذیر ماست. تو هزار درد بی دوا، تو هزار حرف بی جواب، کجا روی؟ به هر که رو کنی تو را جواب می کند. چراغ مرد خسته را کسی نمی فروزد از حضور خیش، کسش به نام و نامه و پیام نوازشی نمی دهد، اگر چشک نیم شب گهی سواب می کند. نشستم به بزم دوستان و سرخوشم، بگو به خند و شعر و نقل و آفرین و نوش، سخن به هر کلام و شیوهی ز عهد و از یگانگیست، به دوستی سخن ز جاودانگیست. امان ز جبر و خیال، امان چه ها که با من این شکست خواب می کند. اگر چه بر دریچم در آستان صبح هنوز هم ملال ابر بال می کشد، ولی من ای دیار روشنی، دلم چو شامگاه توست، به سینه‌ام اجاق شعله خواه توست. نگفتمت دلم هوای آفتاب می کند. دم شما گرم که چقدر زیبا خونده شعر پدر رو. مرسی ماما جان، مرسی. خب حالا این شعر، این شعرخوانی و این قطعه که انتخاب کرده بودید و به این زیبایی خوندید، منو به این سوال میکشونی که ما سیاوش کسایی رو در ایران در کنار خانواده، در کنار دوستان، با عشق، با محبت، با گیرایی، با همه اون چیزهای خوبی که شما ازش به یاد دارید دیدیم. بعد سیاوش کسایی میره و زن و بچه رو برمی‌داره و میره مسکو، مثلا میره در شوروی. شما میرید اونجا. در اون دوران شما شاهد بسیار خوندیم که در اون دوران سیاوش کسایی افسرده شده بود و به ناگه همین شعر واقعا انتخاب کردم برای اینکه می‌خواستم به اینجا بکشونم که خوشی و شادی و عشق پدری رو با شما تقسیم می‌کرد تو ایران، افسردگیش رو چه کار کرد؟ چگونه با شما تقسیم کرد؟ چگونه به شما فهموند؟ آیا یه دفعه شد که به شما بگه من زندگی شما رو، حالا تباه که نشده ولی خودش فکر بکنه که گفت؟ چطور بود به ما بگه؟ خیلی. همیشه میگفت من شرمنده شما هستم. همیشه اولا که خب ما افسردگیش رو میدیدیم، برای اینکه کسرایی واقعا تو ایران ممنوع القلم شد، ممنوع الخروج شد، هر چی که شد، حالا یا نشد، ولی همیشه همون مثبتگرایی، اون امید، اون شادی، اون شوخ‌طبعی رو داشت، ولی در مسکو واقعا همه چی فرو ریخت و من نوشتم هم دیوار جلوش رو نگاه میکرد، هیچ کاری نمیکرد، نمینوشت و هی میگفت ای دل غافل. تا حدی که من اون موقع برای بانک جهانی تو واشنگتن کار میکردم، ولی خب به خاطر کارم هی میرفتم و میمدم و بهش گفتم بابا اگه ننویسی، اگه این چیزها رو ننویسی، این خیانت بزرگیه و باید یه چیزی بگی، و اگه ننویسی من دیگه باید حرف نمیزنم. گفت عجب. و نتیجهش مهره سرخ نتیجه بود. ای جالب. خب. بله بله. وقتی برگشتم، یعنی یه بار چمدونم رو نذاشتم، گفت بشین برات بخونم. و واقعا من انقدر منقلب شده بودم که اصلا بابا نوشته که اصلا پیام مهره سرخ رو نگرفتم در واقع. و فکر میکنم هر سال که میخونم یه پیام جدیدی توشه، ولی بگذاریم. این نتیجهش مهره سرخ شد، بله، که همه چی رو وقتی که
حتی بیمارستان رفت و مادرم گفت که خب سیاوش این عمل سختیه، نمیخوای یه چیزی بنویسی؟ در واقع مامانم گفت میخوای یه وصیتی بنویسی؟ پدرم گفت که من همه چی رو توی مهره سرخ نوشتم. و این به اون منجر شد، به اون دوران، به اون دورانی که مریض بود، با خودش لج کرد، دکتر نرفت، دوا نرفت، قلبش گرفت. و شعرهایی مثل هوای آفتاب که دیدین تو این هوای آفتاب اونجایی که خیلی خوبه و میگه دوستام دورم هستم و اینا، تو خوابه، تو خوابه و یهو از خواب یه اشکی میریزه و از خواب بیدار میشه میبینه نه هنوز اون ملال ابرها بالا سر پنجرشه. و برای ما واقعا دیدن اون بد بود. و این عکسی که شما میگین تاریخ هم داره، سال 94 من برگشتم که باهاش خدافظی کنم، بگم که کارم رو تو بانک جهانی ول کردم، بهش گفتم چرا ول کردم، بهش گفتم که نلسون ماندلا به هم پیشنهاد کار باهاش داده و هاروارد قبول شدم. خود نلسون ماندلا گفت برو هاروارد، بابام گفت نه برو با نلسون ماندلا کار کن. خیلی سفر خیلی عجیبی بود. و اون شب من هر کی که بود و نبود و دعوت کردم و به زور پدر من خیلی قشنگ میرقصید و سالها بود که من رقصشو ندیده بودم و به زور دستشو گرفتم و چیزی که تو عکس دیده نمیشه که اشکم تو چشمش بود و با هم رقصیدیم و من نمیدونم این عکس رو کی شکار کرد و برای من فرستاد، ولی چه خوب شد که کرد. برای اینکه واقعا این روی سیاوش کسراییه، یعنی این وجودشه و نیویته، خوشحالی، آرمان و آرزو، رفت ایران، مهاجرت، عشق به بچه، همه چی توشه و واقعا یه نوری میندازه. و من همیشه میگم اگه کسی با ما حرف میزنه ما که کسی نیستیم، شاید با نور افکندن روی ما یه نوری بیفته رو وجود کسرایی. نه کسی مهمی هستید به عنوان برای صحبت امروزمون. چقدر زیبا رابطه خودتون رو با پدر گفتید. همیشه در نوشته ها میگن که او به شما از بقیه فرزندانش هم نزدیکتر بود و برای شنوندگانمون هم جالبه بدونن که کسانی که متفاوتن، زندگی عادی ندارن، هنرمندن، روشنفکرن، اهل قلمن، هر چی که هست میتونن، چون تفکر غالب اینه که اونها اصولا پدر مادر خوبی نیستن، ولی میتونن پدر مادر خوبی باشن که فرزندشون مثل بی بی کسایی امروز که از پدرش صحبت میکنه بغضی که تو گلوش هست رو ما از پشت میکروفون میتونیم بشنویم. بریم یه صحبت کوتاهی که شهرام ناظری در مورد پدر کرده و ترانه جدیدی رو که همین که این ترانه رو خونده آقای شهرام روزه فکرم سال گذشته. بله مثل اینکه دو سال پیش این رو گوش بدیم و به اتفاق با هم گوش بدیم و از شما خدافظی بکنیم و از اینکه این وقت رو به ما دادید و ما رو به یه سفر زیبا بردی تشکر کنم ازتون خانم. از دور میبوسمتون. منم همینطور. مراقب خودتون باشی. باور نمی کنم دل من از پیش شد. نه من یقین رو باور نمی کنم. تا همدم من است نفس های زندگی، من با خیال من در این سر نمی کنم. حدود چند سال پیش بود که آقای دهخان، دوید دهخان، یکی از به اصطلاح موسیقی دانای جوان ما دیدم آمدن و روی سیاوش کسرایی کار کرده و خیلی مطالعه کرده. خیلی منم خود به خود کلن اگر موسیقی دانی، حالا چه جوان باشه چه سنش بالا باشه، با ادبیات نزدیک نباشه اصلا نمیتونم باش کار کنم. و خوشبختانه دیدم این جوان بسیار علاقمنده و بسیار شعرهای زیادی رو حفظ داره و بخصوص یکی از شیفتگان سیاوش کسراییه. من دیدم من یه نفر دیگه پیدا کردم که چون سالهاست که خب اون دوستایی که با هم مشترک عاشق کسرایی بودیم مثل مشکاتیان خب از دست رفتن، چند نفر دیگه همینطوری یا از دست رفتن یا دیگه پیر شدن، ولی خب خوشحال شدم که یک جوان موسیقیدان
اینطور علاقه من به سیاوش کسراییه و من هم خیلی خوشحال شدم و دیدم روی به اصطلاح شعر پرنده کار کردن. هر کمکی از دستم آمد با ایشان کردم که به اصطلاح این اثر ضبط بشه. پاییز قلب هاست اما دلم به حوصله مندی در این هوا پروردن بهار دگر ساز میکند. در من پرنده ایست که آزادی تو را یک ریز در ترانه اش آواز میکند. خیلی خوشحالم که به مدد دوستان عزیزم در گروه قمر و جناب استاد شهرام ناظری امروز تصنیف پرنده رو به تمام مردم ایران و به تمام آزادگان جهان تقدیم میکنیم. شعر پرنده رو چندین سال پیش من شروع کردم روش کار کردن و وقتی که تصمیم بر این شد که این کار منتشر بشه با جناب ناظری صحبت کردم و ایشون با تمام بزرگواریشون و با تمام بزرگمنشیشون پذیرفتن که این کار رو انجام بدن و واقعا هم عاشقانه و بدون واقعا هیچ چش داشتی و با تمام وجودشون این کار رو خوندن. خوشحال هستم که بعد اقل این کاری که شعرش از زنده یاد سیاوش کسرایی است قرار هست که به خانوادهش به تمام کسانی که در جهان در ایران اهل دردن و عشق رو میفهمن به اینا تقدیم بکنه. پرنده بی پر و پرواز و نغمه و خاموشیست. پرنده بی پر و پرواز و نغمه و خاموشیست. پرنده فاصله بالهای پرواز است. پرنده فاصله بالهای پرواز است. پرنده طعمه گرفتن ز گلهای بلند. پرنده پر کشیدن بر آبهای زلال. پرنده راوی چشمای باران. پرنده راوی چشمای باران. 670 AM لس آنجلس. این صدای شماست. توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه. دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99. Sharing has never meant as much as it does now. Everything is up for the world to see. But what if the sharing could be used to make a difference? The National MS Society is building a place where everyone can share their experiences for good. If you have a story, share it. If you have a solution, share that too. Because together, we are stronger. Join us at wearestrongerthanms.org. Many seniors do not understand the full market value of their life insurance policy. Your life insurance policy is a personal asset, and just like a house, you can sell your policy on the open market through licensed buyers. Many seniors need more cash for retirement or even to pay emergency financial expenses. Selling your life insurance policy can be a lucrative option. If the policyholder is a senior and wishes to find out if they are eligible to stop paying premiums and receive a sizable cash payment greater than the surrender value of the policy, they should call cashinvalue.com.
1-833-3-CASH-IN. To learn more, visit cashinvalue.com or speak with their friendly specialist at 1-833-3-CASH-IN. Find out the true value of your policy. Visit cashinvalue.com or call 1-833-3-CASH-IN. Cashinvalue.com is a marketing website operated by Lotus Internet Corporation and is not a licensed provider or broker and does not represent sellers. Cashinvalue.com will refer qualified sellers to the appropriate licensed buyer. We recommend you consult your own advisors. 670 AM KIRN, Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM HD3. صبحانه با هما سرشار. خب دوستان، به بخش دوم برنامه امروز شنبه 27 فوریه سال 2021 میلادی برابر با 9 اسفند ماه 1399 خورشیدی خوش آمدید. قبل از اینکه به مهمان بعدی برنامه‌مون برسیم، اجازه بدید دو نکته رو خدمتتون عرض بکنم. هفته پیش من در توضیح اینی که خبر مرگ خانم گلوش خالقی رو اعلام کردم، گفتم که ایشون احتمالاً در تهران بودن، که بعد از دوستان شنیدم که ایشون در واشنگتن دی سی زندگی می‌کردن و در همون واشنگتن دی سی هم در کنار همسر و دو پسرشون رامین و جولیان فوت کردن. این رو تصحیح میکنم در مورد خبر هفته گذشته. خبر دیگری که داریم این هستش که جشنواره دورنوازی که توسط چندین بخش ایرانشناسی دانشگاه‌های مختلف بر روزهای 27 و 28 فوریه ساعت 5 بعد از ظهر روی یوتیوب لایو اجرا خواهد شد، یک برنامه فوق‌العاده دیدنی است و همکاری استادان و پژوهشگران متعددی رو همراه داره که دوستان اگر علاقمند باشن به این برنامه بپیوندند، باید به music@iranianstudentsca.org iranianstudentsca مثل california.org مراجعه، از ایمیل بفرستند و اونها اطلاعات رو براشون میفرستند، یا اینکه به ایونت برایت برند و در مورد همین دورنوازی پیدا بکنن و ثبت نام بکنن که این برنامه رو بشنوند یا تماشا بکنند. اساتیدی مثل حسین عمومی، آقای دکتر عباس میلانی، کامبیز روشن روان، مهسا وحدت، خانم دکتر نسرین رحیمیه و همینطور ماک لوین در این جلسات سخنرانی میکنند و بعد هم نوازندگان مهمان شاهرخ یادگاری، کوروش تقوی، هومن پورمهدی، صفا شهیدی، حافظ مدیرزاده و فراز مینویی هم جزء مهمانان هنرمند هستن که یا موسیقی اجرا میکنن و یا اینکه مینواز یا شرکت میکنن برای رونق دادن به این جشنواره فوق العاده جالب. خب بریم به سراغ مهمان این هفته برنامه‌مون. یک هنرمند، یک اثر. در این بخش از برنامه میریم به سراغ هنرمندی که نامی بسیار آشناست برای شما، یکی از پیشکسوتان کار تئاتر و سینما در ایران، بانویی که در این 14 دهه در خارج از کشور یک لحظه از پای ننشسته برای ادامه فعالیت‌های هنری خودش و در این حال برای کنشگری، برای نقض حقوق، مقابله با نقض حقوق زنان در ایران و همینطور کنشگری سیاسی که داشته. و این هنرمند عزیز در هفته که گذشت ازش دو خبر خوب داشتیم، جوایز و عناوینی که برای فیلم‌ها و یا کارهایی که انجام داده به او تعلق گرفته، باعث شد که من خواهش کنم که در این ساعت مهمان برنامه ما باشند و با ایشون در مورد این مسائل صحبت بکنیم. خانم مریا پیک که خبر رفتن فیلم که در اون بازی کردن، فیلم Over My Dead Body، در جشنواره یهودیان انگلستان UK Jewish Film Festival که در ماه نوامبر قرار است در اونجا شرکت بکنه، و همینطور برنده شدن یک فیلم کارتونی یا انیمیشنی که خودشون تهیه کننده، نویسنده و کارگردانش بودن به نام گربه یا کت، که در این مورد ازشون سوالاتی میکنیم و این فیلم انیمیشن کوتاه به چندین و چند جشنواره راه پیدا کرده و
امیدین میره که جزو برگزیدگان این جشنواره ها باشه. خانم مری آپیک، صبح شما بخیر. صبح بخیر عزیزم خانم فرشاد، چگونه اید؟ من خوبم، شما چطورید؟ حالا دیگه میسازیم دیگه این روزا با مسئله کرونا که همه مثل این که مزدوج هستیم بهش و در منزل نشسته. بله بله، همه از منزل کار میکنیم. درسته درسته. و فرصتی اتفاقا خانم آپیک، فرصتی شده برای بسیاری که شاید فکر میکنم یکی از کارهای خود شما هم دستاورد این خانه نشینی بوده، این کار انیمیشنی که الان انجام دادی، شاید فرصتی شده که از بقیه کارهای حاشیه‌ای زندگی انسان‌ها فارغ بشن و بپردازن به کاری که عشق بهش دارن و این از این فرصت بودن در خانه، در دسترس داشتن کامپیوتر و امکانات اینی که بتونن با جهان خارج یه ارتباط مجازی داشته باشن، این دستاوردهای فوق‌العاده‌ای داشته. حالا نمیدونم آیا این فیلم انیمیشن شما که نخستین باری که دارید یه کار انیمیشن میکنید حاصل این دوران کووید بوده یا اصولا در فکرتون بوده از قبل که این کار رو بکنید؟ دقیقاً نه، این فیلم رو من حدود قبل از مسئله کووید من فکری داشتم در زمین همون کارهایی که همیشه دنبال کردم در مورد مسئله زنان، نمایشنامه‌هایی که کار کردم، فیلم‌هایی که بوده و فعالیتهایی که در از این چهار دهه همطور که شما اشاره کردید که برای من بسیار اهمیت داشته، بخصوص در مورد زنان مملکت هم ایران، این فکری بود که من از خیلی وقت پیش داشتم که قوام گرفت و من این رو نوشتم و بعد با یک عده از کسانی که به اصطلاح کارتون ساز انیمیتور ها هستن باشون تماس حاصل کردم و افکارم رو گفتم و این رو به صورت یه استوری بورد شروع کردیم و رسونیمش به مرحله پایانی. این کار به نام گربه است، 12 دقیقه است و عکس العمل فوق‌العاده‌ای داشته در عرض این 3 ماه گذشته بعد از پخشش در فستیوال ها. ما 3 تا جایزه مهم فستیوال شورت فیلم کان رو، نیویورک رو، تورانتو رو گرفتیم تا به حال و در 8 تا 10 فستیوال دیگه از برلین و ونیس الان انتخاب رسمی شده و اونجاست و منتظر هستیم برای انشالله عکس العمل های بیشتر. منتقدین خیلی براش خوب نوشتند، مثل اینکه به فستیوال بیولیز هم میاد، درسته؟ بله، تو فستیوال بیولیز هم خواهد بود، تو رود آیلند خواهد بود، تو مونترال بوده، یکی از مهمترین فستیوال های انیمیشنی که وجود داره برای فیلم های کوتاه، سان فرانسیسکو بوده و این هستش که یک چپی باید بزنه تو تمام این فستیوال ها و نتیجهشو ببینیم و انشالله در آینده هم در اینترنت خواهد بود. ولی قصه ای که من در فکرم بوده همیشه که میخواستم بگم، یک به اصطلاح یک مروری است از مسائل ایران در عرض 14 دهه گذشته و از نقطه نظرگاه یک دختر گلفروش در خیابان‌های تهران و بعد سفر این دختر با یه سایه بسیار مشکی و سنگینی که به دنبالش هست که این دختر رو و تمام اجتماع رو از بین ببره و بعد قدرت این دختر رو و بعد نشان دهنده این باشه که میتونه قدرت درونی داشته باشه که با همه اینا، با تمام وحشتی که داره مقابله بکنه و نمیخوام آخرش رو بگم، ولی به هر حال این جریان این قصه این 12 دقیقه است. منتها هر لحظهش و هر ثانیه که تو این فیلم رفته افکار بسیاری درش هست و وقتی انشالله شما ببینید و همه گانی رو ببینن متوجه خواهند شد که چه سفری رو من از سر تاریخ 14 دهه گذشته درش گنجوندم. توجهتون بیشتر به معضلات زنان در ایران بوده دیگه و این انتخاب این دختر که در واقع کودک کاره یا کودک خیابانیست یه سمبولیست برای آنچه که به سر زنان ایرانی اومده در این سالهای اخیر، درسته؟ بله دقیقاً. یعنی من هر وقت که بچه ها رو چون دور هستیم یا فیلم های میبینم یا در خیابان میبینم که این کودکان دارن دست فروشی میکنن، میخوابن توی خیابان، هیچ نوع پناهی ندارن، خانواده به خصوصی ندارن و واقعا اصلا قلبم نمیدونم، میدونم که شما خودتونم همین احساس دارید و همه ی هموطنان عزیز ما و این هستش که من به عنوان یک سازنده، به عنوان یک تهیه کننده، به عنوان یک فیلمساز افکارم به این جهت و میخواستم که حتما بتونم از طریق انیمیشن، چون انیمیشن یه دنیای تازه ایست برای من تجربه‌ای در اون نداشتم از نقطه نظر کار. من تجربه‌ام با فیلم‌های واقعی است و فیلم‌هایی که بازیگران رو در رو هستن و
کارها رو ارائه میدن، تصویر سینما یا تئاتر و غیره. ولی انیمیشن توزیع بود و چقدر برای من جذابیت داشت تا اونجایی که معلوم یک دو تا پروژه دیگرم را انداختم که در همین زمینه جلو بره، چون واقعا شما تصوراتتون رو میتونید کامل باز بکنین در انیمیشن. و همونطور که شما اشاره کردید، شما مثلا گفتید که ما دم کامپیوتر نشستیم و الان همه ما ربات شدیم واقعا جلو کامپیوتر. حتی کسانی که تو کار حرفه‌ای هنری هستن میتونن از در این زمینه میدونید جلو برن و افکارشون رو بگن، و این افکار همیشه در من بوده. فرزن در نمایشنامه، در پوشش حجاب یا کاری که در گذشته من انجام دادم، همه دونه به دونه به شکلی بوده، ولی یه مجموعه 12 دقیقه‌ای که با این یه جرقه است در اصل. و جالب اینجاست که توی این 12 دقیقه من به هیچ وجه از صدای بازیگر استفاده نکردم، فقط موزیک متن داره. موزیک متن داره، موومان یک آهنگ سنتی ایرانیه درش که اتفاقا خودم اون رو خوندم. و این هستش که یک حسیست از کامل از ایران، از نقطه نظرگاه این دختر کوچولوی دست فروش در تهران. پس شما به کلی خودکفا شدید دیگه، همه کار خودتون میکنید خانم. فقط انیمیشنش خودم نمیکشم، اونم دیگه واقعا استعدادی در اون زمینه به هیچ وجه نداره. نمیدونیم از مری آپیک همه چی برمیاد دیگه. دفعه دیدی چند تا تهیه کردید، انیمیشن هم یاد گرفتید انجام بدید. ولی خیلی جالبه هما جان، برای اینکه شما وقتی نگاه میکنید به این کار و دونه به دونه این تصویرها زنده میشن جلوی چشمتون، از یک عکس معمولی میزینید و یک عکس کوچولو و همینطورین اضافه میشه بهش و شما میتونید درستش بکنین، عوضش بکنین و خط داستانی البته همونه، هیچ فرقی نمیکنه درش، ولی از نقطه نظر خیلی جذابیت داشت برای من. و همونطور که شما میدونید من چه حرفه‌ای که داشتم، از کار بچه‌ها گرفته تا کار جدی کره نمیدونم مسائل سیاسی ایران، این اون خیلی من در زمین‌های مختلف کار کردم، ولی این برای من یه جذابیت خاص به خصوصی داشت. و خوشبختانه از نقطه نظر کسانی هم که این کار دیدن عکس العمل فوق‌العاده‌ای بهش نشون دادن که من خیلی خوشحالم. بله، من یکی از مصاحبه‌هایی که با شما انجام شده بود در سان فرانسیسکو اینترنشنال شورت فیلم فستیوال رو دیدم و چقدرم اون کسی که نقد میکرد و در این مورد صحبت میکرد تحت تاثیر قرار گرفت بود و براتون آرزوی موفقیت زیاد میکنم برای این کار. حالا بریم بپردازیم به این فیلم تازهی که بازی کردین، Over My Dead Body. راجع به این صحبت بکنید که این هم قرار است به فستیوال بره ولی شما در اون فقط بازی کردید. کارگردانش یک بانوی آمریکایی اسرائیلی تبار جوان هست و شاید برای یه نخستین بار شما با او همکاری میکنید. در این زمینه با ما صحبت بکنید خانم آپیک. بله، من این فیلم رو وقتی از من دعوت کردن که درش همکاری کنم اتفاقا با شما تماس گرفتم برای یک سری سوالاتی که داشت در این زمینه داشتم. و این فیلم بسیار مهم است به نظر من. فیلم کوتاه 20 دقیقه است و عکس‌العمل خوبی هم در ست فستیوال فعلا گرفته و به زودی هم در لس آنجلس خواهد بود، از لندن و آتلانتا و لس آنجلس برای مثلا نمایش بعدیش. خیلی نقطه نظرگاه متفاوت و مهمی رو از نقطه نظر تبعیض و مسائل سنتی خانوادگی که در اکثر خانواده های کلیمی، ارمنی، مسلمان هرچه وجود داره و انگوشش رو خانم میتل کوهن نوار رو گذاشتن دقیقا روی این مطلب. ایشون یک کلام فارسی صحبت نمی کنن، از اسرائیل هستن و همچنین که فیلم های قبلی کار کردن در گذشته، در زمان فیلم برداری حتی یه مقداری فارسی یاد گرفتن و سعی کنن که ما اونجا مترجم هم داشتیم در اون زمان. و نگرش خاص این به مسئله تبعیض در خانواده ها برای مسائل مذهبی و سنتی و قومی در عرض 20 دقیقه که ایشون این حس خودشون رو القا کردن. قصه یک خانواده کلیمی است که همونطور که اشاره کردم میتونه یه خانواده ارمنی باشه، چون من میدونم شاید حساسیت هست راجع به این مسئله، البته خیلی به قول آمریکایی از نان اسپوکن ولی اونجا هست، یعنی این گیر کلی رو ما در خانواده ها داریم که فرزند
یک دختر ارمنی با یک مثلا مرد مسلمان ازدواج نکنه یا با یک مرد کلیمی یا غیره و غیره و غیره و به همچنین در خانواده های کلیمی مرد. و این حساسیت رو ایشون چون خودشون هم از اسرائیل هستن و توجه خاصی که به اجتماع ایرانیان در خارج از کشور داشتن، این رو خواستن که الغا بکنن روی تصویر سینما. قصه خانواده است، مادر که من نقش مادر رو بازی میکنم، آقای بهرام وطن پرست نقش پدر و همسر منو بازی میکنن، خانم ناشده پهلوان نقش دختر منو بازی میکنن، آقای افشین کتانچی نازنین نقش پسر منو بازی میکنن، دختر خانم تازهی که مهسا شمسا دختر دیگر منو بازی میکنن و آش دادبند شخصیت رو بازی میکنن که دختر من میخواد باش ازدواج بکنه و مسلمانه. و در این خانواده کلیمی از زمان و از لحظه که دختری که الان شاید یک سال دو سال با این پسر رفته اومد داشته ابراز میکنه که من میخوام با یک جوانی ازدواج بکنم که مسلمانه، دیگه شما میتونید تصور بکنید که چه قیامتی برپا میشه. و این هستش که و زیبایی این مطلب اینه که لحظات مهمی در این فیلم هست که همه رو به فکر میندازه که واقعا ما برای جوانهای خودمون چی میخوایم، برای آینده خودمون چی میخوایم، آیا واقعا ما بایستی توی همین چارچوبی که هستیم باقی بمونیم یا اینکه اجازه بدیم که جوانها آینده خودشون رو انتخاب بکنن و اون چیزی رو که دوست دارن، اون چیزی که بهش علاقه دارن و عشق دارن اون راه برن و ما هم پشتیبانشون باشیم به هر شکلی، به هر نوعی. بنابراین باز میکنه یه سری از افکار رو در مورد این مسئله حساس خانوادگی که در تمام خانواده های اقلیت وجود داره کم و بیش. و این برای من خیلی جذبه داشت که این مطلب بیاد بیرون و راجبش صحبت بشه و این نگرش تازه‌ای داشته باشه. و همچنین خود شخصیت مادر و زنی که من بازی کردم یه شخصیت بسیار قوی است به عنوان یک زن در یک خانواده. و این رو اگه بخوایم ما یه برگشتی بزنیم به تاریخچه به خصوص ایرانیان و اقلیت‌های ایرانی، معمولا زن قدرت خیلی بیشتری داشته تا در خانواده‌های فرزند مسلمان در زمانی که حداقل ما بزرگ می‌شدیم یا قبل از ما. و این باز برای این زن رو به عنوان یه تکیه‌گاهی در این خانواده نشون میده که شک میکنه به افکار خودش، شک میکنه به هر چیزی که قبلا فکر میکرده که مهمترین چیزه در خود کنه خانواده و همچنین در اجتماعی که هست و دوستان و فامیل و همه کسانی که اونجا هستن. خودش رو زیر پرسش میبره دیگه. جانم؟ میگم خودش و افکارش رو زیر پرسش میبره. دقیقاً. و پس... تماشاچی هم که این رو میبینه یه احساس دوگانه نسبت بهش داره. متوجه. اگر که شما واقعاً کسی هستید که واقعاً توی افکارتون راه خاصی رو پیش گرفتید برای فامیل و خانواده و همونو برای بچه هاتون میخواییم، لازمان نیستش که بچه هم همونو برای آیندهشون بخواد. میدونید؟ به خصوص توی این اجتماع کانتروورشل آمریکایی که در درش زندگی میکنیم از هر جهت، از سیاه و سفید و همه این وابسته. اینی که زیبایی این فیلم به نظر من در اینه و توجه زیادی هم به خودش گرفته. چقدر عالی. پس باید منتظر خبرهای خوبم برای این فیلم هم در جشنواره‌های مختلف جهانی باشیم خانم آبی. کار جدید چی در دست دارید؟ والا کار جدید الان چند تا کاره که همونطور که گفتید کامپیوتر نشین شدیم در منزل. من در وهله اول الان دارم نمایش خر رو تدوین میکنم. آها. که ما سالیان سال اینو فیلم برداری کردیم که به صورت یک ویدیو کامل در بیاد که نویسنده و کارگردانشون آقای پرویز صیاد هستن و من با ایشون حدود 500 اجرا از این در تمام دنیا در از 40 سال گذشته کار کردیم. این به صورت ویدیوست که من الان چه تدوینش دارم کار میکنم و انشالله که بتونیم اینو آنلاین بزنیم. خوبه؟ کیفیت فیلم ویدیو هم خوبه؟ خیلی سوال خوبیه عزیز. الان داریم کوششمونو میکنیم برای اینکه ما اینو به صورت جداگانه رفتیم روی صحنه تئاتر گرفتیم. آها. یعنی به صورت فیلم برداری منطقه. خب توی مثلا حدود 15 سال پیش این کارو کردیم و این همچون نشسته بود و ما میخواستیم که اینو تدوین بکنیم. یه حالت وینتج داره خودش، میدونید، به خاطر اینکه میدونید دوربینا عوض میشه، این عوض میشه، ولی کامل این فیلم برداری شد و الان خوشبختانه اون چیزی نبودش که روی صحنه بود که ما داریم، مثلا با حضور تماشاگران نبود. این جدا فیلم برداری شد منتها هیچ وقت تدوین نشد. بنابراین الان من واقعا دیگه بله این کار رو دارم میبخشید انجام میدم و همچنین
کاری بیاره، انیمیشنی دارم که اون کاملا سپرایزه و یه کار تازه است که خیلی در موردش خوشحال هستم. و همچنین رده‌بندی کارهایی که در گذشته انجام دادم که اینا همه روی اینترنت داره میره، از فیلم رکسانا گرفته و از فیلم Price for Freedom گرفته، از فیلم Monday Night at 7 گرفته که اینا فیلم های سینماییست که من کار کردم، اینا داره دونه بدونه میره روی آنلاین، برای اینکه الان همه چیز آنلاینه همطور که خودتون میدونید. و و اینه که اونا خب سه تا فیلم سینمایی کامله، شما خودتون حضور داشتید برای Price for Freedom بهای آزادی و همچنین فیلم های بعدی. این هستش که اونها هم کاری هستش که در این زمینه، یعنی دست من واقعا دستتون پر هست. بله، ولی چیز جالب اینجاست که چون ما دیگه تو این ترافیک لس آنجلس نمیریم و نمیاییم و وقت رو به اصطلاح سیو میکنیم، ما الان کار بیشتر میتونیم کارایی بله در اصلا نسبت کارایی بالا رفته به شدت. خانم آپیک، در زمانی الان قرار گرفتیم که، یعنی در هفته قرار گرفتیم که روز 8 اسفند و 9 اسفند، 8 اسفند 1341 که 26 فوریه 1963 میشه، به زنان ایران برای نخستین بار حق رأی و حق انتخاب شدن داده شد توسط محمد رضا شاه پهلوی. همینطور 9 اسفند 1343 که 1965 میشه، 18 اجلاس کمیسیون مقام زن وابسته به سازمان ملل با حضور 21 نفر زنان کوشنده جهانی مدتی 20 روز در تهران بود. هر دوی این رویدادها رو من یاد دارم. اصلا در اون کنفرانس، در این اجلاس کمیسیون مقام زن، به عنوان خبرنگار زن روز حضور داشتم و مصاحبه میکردیم با شرکت کنندگان اینها. نمیدونم شما اون موقع کجا بودید یا در چه سن و سالی بودید، آیا چیزی یادتون هست؟ ولی دلم بخواد که الان که اینجا نشستید، شما که اینقدر این 40 سال دارید این مسئله زنان و موزل زنان رو دنبال میکنید، 8 مارچ هم نزدیکه، ماه مارچ اصلا نام ماه زن گذاشتن بهش، یه نگاهی که به گذشته میکنید در اون زمانی که در سال 1963 حق رأی داشتن زنان در ایران، پیدا کردن در ایران، و امروز که اینجا وایسادن، این گستره 4 یا 5 دهه رو چگونه میبینید و الان امروز که اینجا وایسادیم نظرتون راجع به موقعیت و پایگاه زنان ایرانی چیه؟ من فکر میکنم ترقی و پیشگامی زنان در دوره‌ای که من در ایران بودم، من متاسفانه اونو به یاد ندارم برای اینکه خیلی کوچیک بودم، میدونید من سره به یاد ندارم اون روزها رو، مادر بیشتر، خانم آپیک سفیانیشون نبود، حتما بیشتر میتونن راجع به اون مطلب صحبت بکنم، ولی من اون چیزی که دیدم اون دوره تحول و دوره پیش قدمی زنان بود. مادر رو توی صحنه میدیدم مدام با نمایشنامه‌های متفاوت، یعنی هر چیزی، هم نگرش که من داشتم در مورد یک حالت نرمال که خانم ها میتونن به این شکل باشن و کار هر کاری رو که میخوان از نقطه نظر هنری، حداقل چون من در یک محیط هنری بودم، انجام بدن روی صحنه تئاتر یا سینما و غیره. بنابراین من در اون دوره به خصوص واقعا حالت پرواز داشتم از اینکه هر کاری رو میتونم انجام بدم از سر یک زن، از سر یک دختر جوان، و بعد کارهای تلویزیونی و سینمایی و ادامه اون در خارج از کشور. و خب پیشکسوتانی هم بودن، هم تو کشور که هم چون مادر و خانم های دیگری که واقعا قدم های مثل مهمی رو برداشتن و راه ها رو ساده تر کردن و راه گشایی کردن که من نسل بعدی بتونم راحت تر این راه و این سفر رو داشته باشم. 14 دهه گذشته یک تراژدی بسیار بزرگی بوده برای زنان ایران به شکل های مختلف، ولی همونطور که ما دیدیم و تجربه کردیم، زنان هر کدام به شکلی سعی کردن مبارزه‌ای داشته باشن در این مطلب. حتی زنانی که میرن جلوی بیمارستان نشینن و گریه میکنن و موهاشون رو میکشن برای فرزندانشون و این تصویراش رو میبینن، اینو هر کدوم یک نوع مبارزه است به نظر من. اگه دختری میره اونجا پیرنش رو در میاره، یه پاچه سفید میگیره بالای سکوی با میسه میندازنش پایین، یا هر کدوم از این قدم ها. بنابراین من هیچ وقت شکی نداشتم به استقامت زنان ایران، به پیشگامی زنان ایران و قدرتی که داشتن بلا استثنا. تمام حقوقشون رو ازشون گرفتن به شکل‌های مختلف و اینها رو من شاهد هستم، شما می‌بینید، من می‌بینم. و تنها سعی که ما می‌تونیم در این خارج از کشور بکنیم که صداشون به این شکلی
به اصل جهان برسونیم به هر شکل و به هر نوعی که میتونیم. و این کاری بوده که من انجام دادم. ولی من فکر میکنم اگر که واقعا یک انقلاب خاصی در ایران اتفاق بیفته از طرف مردم ایران، زنان واقعا نقش بسیار بسیار مهمی خواهند داشت و در صف اول خواهند بود. یعنی به هیچ وجه من اینو شک ندارم. یعنی ما مبارز هستیم و به خصوص ژنتیکلی به عنوان یک مادر، وقتی مادر میشیم واقعا تبدیل میشیم به یک انسان دیگری. من حداقل تجربه خودم رو میخوام بگم. یعنی من قبل از اینکه مادر بشم همیشه خب کارهامو انجام میدادم، جلو میرفتم، از مادرم بسیار آموزش گرفته بودم که چه شکلی کارو به چه شکلی باید انجام داد، به چه شکل بایستی در جامعه بود. ولی وقتی مادر میشید یک حس و یک حس غریزی و حیوانی هست در انسان که این موجب میشه که شما دست به کارهای بسیار مهمی رو بزنید. یعنی شما به خاطر پناهی که به اون کودک میدید، این پناه فقط به اون کودک نیست، اون جامعه است به نظر من. و شما هم نوازش میکنید، هم درس میدید، هم مبارزه میکنید که این کودک در پناه شما باشه و صدبه این نبینه. و من فکر میکنم این کودک الان جامعه ما ایرانه. همین نقش گربه ایست که من الان توی این فیلم انیمیشن به وجود آوردم برای 12 دقیقه. جامعه ایران احتیاج داره که پناهش رو در زیر بازوان و دستوی مادر بگیره که باشه زن. و من معتقدم که 100% این اتفاق خواهد افتاد در یه دوره‌ای از زمان، حالا شاید فردا نباشه، شاید سال آینده نباشه، ولی اتفاق خواهد افتاد و خانم‌ها و زنان 100% در یک مقام بسیار بالایی خواهند بود در انقلاب جدید ایران. من هم با شما هم آواز هستم و همین تفکر، همین ایده رو دارم، همین امید رو دارم و همیشه هم گفتم که زنان ایرانی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هستند و اگر هر اتفاقی بیفته حتما بدونید که رد پای زنان در اون هست و یا رهبریش حتی با زنان هست. آرزوی موفقیت بیشتر میکنم براتون. خسته نباشین خانم مریا پیک. سلام فراوان من خدمت مادر محترم برسونید خانم آپیک یوسفیان که بسیار مورد علاقه و احترام من هستند و امید این که باز هم در فرصت دیگر با شما گفتگو داشته باشیم. متشکرم همه جان از دعوت. خواهش میکنم. خدا نگهدار. متشکرم. خدا نگهدار. گروه وکلای هیدری متخصص لیدیگیشن با شرکت‌های بیمه در صدمات شدید بدنی و مالی ناشی از تصادفات مختلف، ماشین، دوچرخه، تراک و کامیون، سواره و پیاده و اوبر و لیفت، هم برای راننده هم برای مسافر. رضایت کامل شما در دفاتر حقوقی هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو کالیفرنیا و لاس وگاس نوادا. hidarilawgroup.com 818-818-0707. Hi, this is Rhett Rasmussen of besthotgrill.com. We make the Solaire infrared grills, those amazing gas grills that heat up to over 1,000 degrees in just 3 minutes to provide professional chef quality performance in your own backyard. Now, you won't find them in the big box stores. Solaire is sold only by the finest specialty retailers who recognize Solaire as the only real hot fast grill. If you live in an area without a Solaire dealer, Solaire has the demo program where you can try a mini version of a full-size grill in your own backyard, grilling the foods you love. It's made with the same design, materials, components, and performance of the big Solaires, but in a size Solaire can easily ship to you. Try before you buy so you'll know firsthand why Solaire is the last grill you'll ever purchase. Learn more about the demo program and these fantastic USA-made grills at besthotgrill.com. That's besthotgrill.com, besthotgrill.com. سلام، مانیات همی هستم و این هم صدای زنگ هشدار شماست. هشدار برای کسانی که بیش از $10,000 بدهی روی کریدیت کارتشون دارن. هشدار برای کسانی که هر ماه بیش از $500 بابت مینیمم پیمنت های کریدیت کارتشون پرداخت میکنن. این زنگ هشدار برای کسانی که حتی هیچ برنامه هم برای پرداخت بدهیاشون ندارن. خب اگر شما نمیدونید از کجا باید شروع کنید، ما خوب میدونیم که چطور باید با بانک ها و کریدیت کارت کمپانی های شما صحبت کنیم. خبر خوب که این روزا بسیاری از بانک‌ها حتی قبول می‌کنند با دریافت کمتر از 50% مبلغ بدهی از دریافت بقیه بدهی شما انصراف بدن. البته نه به خاطر اینکه خیلی مهربونن، به خاطر اینکه خیلی بیشتر از چیزی که شما فکر کنین از شما اینترست دریافت کردن. تخصص ما کاهش بدهی‌های کریدیت کارت شماست. با ما تماس بگیرید. 818-2-میلیون 818-2-0. مانی حاتمی 818-2-میلیون.
روزهای پر امید به زودی باز می‌گردند و بیزنس‌ها با بازگشایی آماده پذیرایی از مشتریان خود می‌شوند. رادیو ایران بهترین وسیله برای رساندن پیغام صاحبان مشاغل به ایرانیان جنوب کالیفرنیا است. پیغام شما چه اعلام بازگشایی محل کارتان باشد و چه آشنایی مردم با بیزنس شما، به مهارت کادر بازرگانی رادیو ایران اعتماد کنید. آگهی در رادیو ایران همیشه جواب می‌دهد. 323-851-5476 323-851-5476 موضوع چیه؟ چرا اینجا اینقدر سر و صدا میاد؟ برای اینکه ما الان توی جنگلیم. جنگل؟ ایوا، خودت که داری میبینی، از من میپرسی؟ حق با توه. وقتی تصادف میکنی، سر و کله زدن با شرکت بیمه و وکلا آدمو یاد جنگل میندازه. پس لازمه که توی این شرایط بهترین و مطمئن ترین رو پیدا کنی. آره، همونی که قدرتمنده، همونی که میشه بهش گفت سلطان جنگل. خودشه، دکتر رضا حسنلو. بهتره که با دفتر حقوقی دکتر رضا حسنلو تماس بگیریم. هنگام وقوع یک حادثه ناخواسته به شماره 818 4 میلیون تلفن کنید و از مزایای 19% دفاتر حقوقی دکتر رضا حسنلو استفاده نمایید. بله، درست شنیدی. فقط 19%. دکتر رضا حسنلو. قانون 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 818 4 میلیون. به رادیو ایران گوش میکنید. KIRN 670 AM. در خدمت خلق. خب بریم سراغ آقای دکتر مارک آملی، وکیل و همینطور قاضی و یا در شرایطی داور یا میانجی آربیتریتر، که از نام‌های آشنای جامعه ما هستند و ایشون به دلیل کنشگری اجتماعی و مشغولیت فراوان به امور خیریه نیز بسیار نام معتبری دارند در بین جامعه. و این بار از آقای دکتر مارک آملی در مورد برنامه‌ای که قرار هست روز 11 مارچ برگزار کنن، این هم البته باز هم روی زوم یا روی فضای مجازی خواهد بود به دلیل امکاناتی که موجود نیست با محدودیت های کووید، ولی همچنان برای یک امر خیریه است که اطلاعات بیشترش از خود آقای دکتر مارک آملی میگیریم. آقای دکتر مارک آملی، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار. من میخوام به شنوندگان شما هم سلام بکنم و صبح، شب، روز، بعد از ظهرشون رو بخیر بگم. ممنونم از لطفتون. میدونم که چقدر این روزها شما گرفتارید، مشغولید با اینکه در دفترتون کمانکار مشغول کارهای حقوقی هستین و به دوستان کمک میرسونید در این زمینه و در تمام دوران کووید هم دفترتون بسته نبوده و داشتین کار میکردین، ولی یادتون هم نرفته و همیشه مثل همیشه به کارهای کمک اجتماعی یا کنشگری اجتماعی خودتون و مسائل خیریه جامعه ایرانی و جامعه بزرگتر امریکایی در لس آنجلس و کالیفرنیا هم مشغول بودین و به همین دلیل امروز از شما خواهش کردم که مهمان ما باشید، چون برنامه‌ای که در نظر دارید که متفاوت خواهد بود با برنامه‌های سال‌های گذشته، از شما اطلاعاتی بگیرم برای شنوندگانی که علاقمند هستند. خیلی ممنون. همونطور که شما میدونید خانم سرشار، ما در 10 سال گذشته یک برنامه برای میدنایت میشن انجام میدادیم که در این برنامه یک خیابون رو ما میبستیم، خیابون ششم رو، یک بلاکش رو میبستیم و بین 2,000 to 3,000 نفر از کسانی که توی اون سکیدرو هستن، بی خانمان هستن، اینها رو ما کمک میکردیم، غذا بهشون میدادیم و لباس و این چیزها برایشون تهیه کرده بودیم که در اون روز به خاطر عید، که ما خب در موقع عید همیشه به همدیگه هدیه میدیم، این هم هدیه گروه ایرانیان بود، روتری کلاب درش اینوالو بود، گروه های مختلف دیگه و اندیویجوال های افراد مختلف دیگه درش اینوالو بودن و این کار رو ما هر سال در 10 سال گذشته انجام میدادیم. امسال متاسفانه به خاطر کووید 19 این کار رو نمیتونیم بکنیم،
و تصمیم گرفتیم که خب نمیتونیم که این هدیه‌ای رو که ما هر سال برای عید به اینا میدادیم امسال بهشون ندیم. در نتیجه تصمیم گرفتیم که یک برنامه دیگر رو ایجاد بکنیم که این برنامه خیلی هم جالب هست و هم کمک میکنه به این گروه. برنامه به این ترتیب هست که در روز 11 مارچ بین ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر یک برنامه کمدی که آقای ماز جبرانی درش خواهند بود، مکس امینی درش خواهد بود، تهران و چند نفر دیگه هم الان دارن بهش اضافه میشن. بله. توی این برنامه خواهند بود و این برنامه رو روی اینترنت ما اجرا خواهیم کرد و از طریق زوم خواهد بود. آقای دکتر عاملی جانم، از طریق زوم خواهد بود یا اینکه روی یوتیوب و این هاست؟ از طریق زوم. بله. از طریق زوم. و کسانی که مایل هستن که این برنامه رو ببینند میتونن هم در سایت میدنایت میشن برن این برنامه رو ببینن، یعنی رجیستر بکنن براش. بله. و محل رجیستریشنش اینجاست که من نمیدونم که چیز رو من میگم براتون، وبسایتش رو که هست www.midnightmission.com .org نه .com/Nowruz. البته من فکر میکنم چه .com باشه چه .org هر دو این برنامه رو بگیره. ولی علاوه بر اون میتونن اگر بخوان که کانتریبیوشنی بکنن به این برنامه، میتونن این کانتریبیوشنشون رو از طریق تکست هم بکنن و شماره 41444 اگر تکست بکنن میتونن برنامه نوروز رو که اونجا بنویسن این تکست میره و کانتریبیوشنشون انجام میشه. اگر اشکالی وجود داره میتونن تماس بگیرن و ببینین که به چه ترتیبی این برنامه رو میشه انجامش داد. با تلفن میتونن تماس بگیرن که ما این کار انجامش میدیم براشون. تلفنی که میتونن دوستان سوال با پرسش اگه داشته باشن میتونن بهش تلفن بکنن، شمارش رو من یه شماره اینجا دارم، الان داشتم دنبالش میگشتم، من الان دارم اینجا جلوی من هست. 818-391-7006 818-391-7006 برای کسانی که سوال دارن یا میخوان هدیه بدن به عنوان پشتیبان. سپانسرشیپ هم میگیرید شما، چون هر سال برنامه های میدنایت میشن علاوه بر این که خب تغذیه میشدن یه دی زیادی بین 2 تا 3 هزار نفر، یه نهادها و اشخاص مختلف هم پشتیبانی های با ارقام بالا میکردن که به این نهاد میدنایت میشن، که برای شنوندگان توضیح بدیم که یک نهاد غیر انتفاعی است و در طول سال قضا میدنایت میشن الان بیشتر از 100 سال عمر داره. خب. و در عرض این هر سال میلیون ها میل به مردم قضا به مردم میده. ولی مهمترین دلیل این که من به میدنایت میشن خیلی علاقه دارم این است که میدنایت میشن علاوه بر اینکه غذا و لباس و این چیزا تهیه میکنه براشون، بهشون تدریس میکنه، سعی میکنه که اون ناراحتی هایی رو که دارن، ممکنه که الکل باشه، ممکنه مواد مخدر دیگه باشه که بهش معتاد هستن، اونها رو از اون اعتیاد بیرون بیاره، سعی میکنه که بهشون ایژوکیشن بده. توی خیلی اوقات اینها ممکنه که هیچ گونه ایژوکیشنی نداشته باشن و میدنایت میشن سعی میکنه اینها حداقل به دیپلم برسونتشون. توی خیابونها
پابلیک رستروم وجود نداره. میدنایت میشن برای اینها پابلیک رستروم ایجاد کرده که 24 ساعت بازه و اینا میتونن استفاده بکنن ازش. اینها یه چیزایی هستن، یه برنامه هایی هستن که علاوه بر فقط قضا دادن به اینها، این برنامه ها رو میدنایت میشن براشون انجام میده. در واقع هدف میدنایت میشن توانبخشیه و برگردوندن این افرادی که به بی خانمان شدن به جامعه به عنوان یک عضو، در واقع عضو مؤثر، یعنی کسی که کار بهش یاد میدن یا تحصیلاتی میکنه و دیگه از بی خانمانی در میاد. هر سال که برنامه نوروز انجام میشد شما و همسر گرامیتون گیتی خانمم بودین همیشه اونجا و من هم میومدم سر میزدم گاهی اوقات یا همکاری میکردم برای کار داوطلبانه. بسیاری از کسانی که اونجا الان مسئولن توی میدنر میشن میدیدیم کسانی بودن که خودشون یه روز بی خانمان بودن و الان تحصیل کردن، درس خوندن، کار دارن یا در میدنر میشن دارن کار میکنن یا در نهادهای دیگه و میومدن اونجا برای کمک کردن. در نتیجه یه نهاد بسیار معتبری است در جامعه امریکایی و کمک کردن به این نهاد علاوه بر این که از معافیت مالیاتی کسانی که پول بدن میتونن بهره بگیرن، ولی کمک به یک هدف بسیار ارزنده رو میکنن با همراهی با شما و کمک به شما. بله، من میخوام کسانی که میخوان که کمک های بزرگ ببینید، بلیت این رو ما ساجست کردیم که $25 بپردازن و یه خانواده میتونه یک شب بشینه و از این برنامه های کمدی این دوستان ما استفاده ببره. بهترین کمدین های ایرانی هستن هستشون و همچین برنامه پیدا کردنش کار آسونی نیست که هر سه تا این کمدین ها درش باشن و این کار رو انجامش بدن. و علاوه بر اون اگر کسانی باشن که بخوان اسم کمپانی خودشون رو معتبرتر بکنن و اون چرتی که کمپانیشون میپردازه بخوان از این طریق استفاده بکنن، میتونن با خود من تماس بگیرن. با نمره تلفن آفیس من میتونن تماس بگیرن و من باهاشون صحبت میکنم و این برنامه رو بهشون نشون میدم که اون نمره تلفنم هست 323-655-1133. اکستنشن من اکستنشن 101 هست که میتونن با اون تماس بگیرن و این کار رو انجام بدن. اجازه بدین آقای دکتر عاملی اگر که لطف بکنید یک دور دیگه من این اطلاعات رو برای دوستان بگم چون به صورت ازش رد نشیم که بتونن یادداشت بکنن. تلفن آفیس آقای دکتر مارک عاملی 323-655-1133 خیلی رونده این تلفن، اکستنشن 101 برای اینکه اگر بخواید در مورد پشتیبانی و اسپانسرشیپ صحبت بکنید و اطلاعاتی از ایشون بگیرید. اگر میخواید همجور کمک شخصی بکنید با تلفن دستیتون، تلفن همراهتون به شماره 41-444 تکست بکنید و بنویسید نوروز و مقداری که میخواید هدیه بدید رو اعلام بکنید. اگر میخواید برنامه رو ببینید که به نظر من یکی از برنامه‌های فوق‌العاده است با داشتن همه این دوستانی که روی صحنه لف فکتوری این برنامه رو اجرا میکنن به صورت زنده، $25 ورودی هست و شما میتونید به سامانه میدنایت میشن در یا midnightmission.com یا midnightmission.org/نوروز مراجعه کنید و اونجا ثبت نام بکنید. نوروز هم NOWRUZ هست هجی کردنش و در این رویداد بسیار مهم که آقای دکتر مارک عاملی و دوستانشون برای اجراش و برای به روی صحنه بردنش هم خیلی زحمت کشیدن و نتایجش و درآمدش همه به میدن میشن میره، همراهی صمیمانه بکنید و امیدواریم که نتیجهش از نظر مالی و درآمد برای میشن میدن میشن یک رقم قابل مقایسه با سالهای قبل که حضوراً اونجا میرفتین و کمک میکردین باشه. ممنونم از شما آقای دکتر مارک عاملی از محبتتون و از اطلاعاتی که دادین. اگر اجازه بدید خدافظی بکنیم با شما و باز هم در طول هفته آینده در این زمینه به دوستان اطلاعات لازم رو خواهم داد. خیلی ممنون و من امیدوارم که دوستان رو همه رو در اون شب روی خط ببینم. خیلی خوب.
تشکر میکنم از این که به من این فرصت رو دادی. ممنونم از شما آقای دکتر مارک کامل. خب به شما گفتم که سریع هم با آقای هوشنگ توضیح میزنیم در فرصت مناسب. این فرصت پیدا شد در این 10 دقیقه آخر برنامه بریم و با هوشنگ توضیح یک گپ کوچولو بزنیم. میدونم مشغول تمرینن سخت برای این نمایشنامه، تازه ترین نمایشنامه که میخوان رو صحنه ببرن با وجود تمام اشکالات کوویدی که وجود داره. ایشون خیلی در این زمینه با پشتکار دارن کار رو انجام میدن که اگر به فرصت مناسب برسه روی صحنه ببرن، اگه هنوزم فرصت نشد اون رو به صورت مجازی برای دوستان پخش بکنن. ببینیم که در چه حال هستن و این تمرین ها به کجا کشید. آقای هوشنگ توضیح، صبح شما بخیر. خانم هما سرشار عزیز، صبح شما بخیر. خسته نباشید. شما خسته نباشین. من شما رو سر تمرین گرفتم، یه هنوز تمرین شروع نشده. من نفی، هنوز تمرین شروع نشده. خیلی خوب کارا تمرین شروع نشه. به برنامه‌تون گوش می‌کردم، داشتی می‌گفتین که با این همه مشکلات کوویدی، به ذهنم رسید با همه مشکلات کوویدی و کوبیده، اصلا مشکلات ما رو کوبیده این روزا، ما کوبیده شدیم اصلا. ولی در اونم یک خصلتی هست، یه ویژگی در کوبیده شدن هست که دیگه فکر میکنم از مرز خستگی آدم که رد میشه دیگه چیزی بهش اثر نداره. نه. بنابراین ما خوشبختانه داریم همچنان جلو میریم. و شماره که من میبینم، میدونید آقای توضیح یاده چی میفتم؟ یاده اون آگهی تبلیغاتی بود برای یه دونه باتری، یه خرگوشه هست میگه still going going going، همجوری یه تبلیغ رو میزنه و میره. من هوشنگ توضیح رو اونجوری تصویر میکنم، ولی اینکه با تمام مشکلات و مسائلی که پیش پای شما میاد و اتفاقاتی که میفته، شما همچنان دارید میتازید و امید این رو به ما میدید که به زودی این نمایش که فوق العاده نمایش جالبی است رو روی صحنه ببرید. رستم از پسرش سهراب خبر نداره، درسته؟ بله، میگم چی حدودی. ممنونم خانم ارشاد. واقعا مسئله اینه که ما یه آدم یک کاری داره. من همیشه فکر میکردم بعد از انقلاب خوشبال سلمونیا هر جو میرن دیگه شغلشون رو دارن، بعد یک شاعر چیکار بکنه، یک معلم تاریخ باید چیکار کنه. حتی کلیپای چند تا کلیپ تلویزیونی ساختم از یک معلم تاریخ که مدام روزی 7-8 ساعت در خیابون وستفول راه میره، فقط کاری نمیتونسته بکنه حیوانی. بعد فکر کردم آدم وقتی که یک کاری هست واقعا یک جوری فراهم میکنه که اون کار رو انجام بده. الان کار تئاتر به خصوص خارج از کشور، به خصوص به زبان فارسی و در این موقعیت کووید شاید غیر ممکنه، ولی همه دوستان ما که به ما کمک میکنن، من جمله خود شما که بیشترین کمک هستین، خانم ماندانا زندیان که خیلی خیلی ویراستار این نمایش هستن، همیشه میگفتن که کار هنرمند ممکن کردن ناممکن هاست. حالا برایشون خیلی لطف دارم، ولی واقعا مثل که داره اینطوری میشه. ما الان حدود 20 نفر جمع شدیم و شخصیت اصلی کاملا شکل گرفته، اما همچنان به شاید 20 بازیگر دیگه احتیاج داریم. جدی؟ ما شنوندگان عزیز، اهل نمایش اگه هستید، اهل بازی هستین، بوده این برین سراغ آقای کاردان. میگم کاردان، چرا؟ ابی نداره، اونم یه نوع کاردانی کاردانی دارید در این زمین، سراغ هوشنگ توزی. حالا البته من به پرویز کاردان زنگ میزنم، میگم که لطفا هر کس به تو زنگ زده من بگو به من زنگ بله، ما واقعا از شنوندگان عزیزتون خواهش میکنم، حتی اگر خودشون بازیگر نیستن یا میل به بازیگری ندارن، به دوستانی که بازیگر هستن یا میل بازیگری دارن این خبر رسانی میکنن. و اینکه میخواستم یک توضیح کوتاه بدم، اینکه ما این نمایش رو 61 کاراکتر داره، 61 کاراکتر داره. خب تمام شخصیت ها رستم و سهراب و تهمینه و گرداپرید که نیستن، بنابراین کسانی که علاقه من به بازیگری باشن، واقعا دوست داشته باشن که بیان، من با اینا کار میکنم و در یک صحنه ها اینا رو میگنجونم. و چون قراره، همونطور که قراره که اینو ضبطش بکنیم، دیگه وقت زیادی از این دوستان گرفته نمیشه که با ما همچنان بیان در سفرهای مختلف و صحنه های مختلف. بنابراین کسانی که علاقه من به بازیگری هستن، دیگه فکر نکنن که چند سالشونه، قدشون بلنده، کوتاه، چه شرایط فیزیکی دارن.
ما به همه اینا احتیاج داریم. برای اینکه این نمایش 5 تا دربار داره که خب این در این دربار آدم‌ها با لباس‌های دربار جادن راه میرن، البته منظورم درباره اسطوره است. بله. احتیاج به سردارها، سربازها و این افراد داریم. اگر اینا میل داشته باشن بهترین ورکشاپ برای ورکشاپ مجانی برای بازیگر شدن یا حداقل بخشی از بازیگری رو یاد گرفتن. خب چیزی که من می‌خواستم بگم شما گفتید، منم می‌خواستم بگم این یه کارگاه. ببخشید. نه چرا، تاییدش میکنم که این یه کارگاه آموزشی با آموزش بازیگری است که اون هم توسط یک استاد این کار هوشنگ توزیع انجام میشه و کسانی که علاقه‌مندن بخت خودشون رو اصولا در کار نمایش و تئاتر بیازمایند ببینن اهلش هستن یا نیستن هم میتونن این کار رو انجام بدن و سراغ آقای هوشنگ توزیع برن. کاملا درست میگی. دوست عزیز ما، دوست گرامی همه جامعه، بله میگم دوست گرامی جامعه ایرانی آقای بهمن بن، صدای ما رو نمیشنوید؟ آقای توزیع صدای ما رو نمیشنوید؟ من ادامه میدم تا شما صدای ما رو بشنوید. آقای بهمن بنت که گالری عشق رو در وست‌وود دارن، ایشون هم که همکاری خیلی صمیمانه و نزدیک با هوشنگ توزیع و گروه دارن، اعلام کردن که میتونن دوستانی که میخوان علاقمند هستن به ایشون مراجعه بکنن یا به گالری عشق و آمادگی خودشون اعلام بکنن. آقای بهمن بنت اون وقت به هوشنگ توزیع خواهد گفت، اطلاعات اون دوستان رو خواهد داد که باشون تماس بگیرن و برنامه یا قرار بازیگری و یا اینی که صحبت اولیه رو باشون انجام بدن. آقای توزیع رو داریم یا قطع شدن دیگه؟ قطع شدن. خیلی خوب، ما در واقع صحبت هامون رو کردیم. یه بار دیگه من اعلام میکنم که آقای توزیع که مشغول تمرین نمایشنامه رستم از سهراب پسرش خبر ندارد، از حال پسرش خبر ندارد، اجازه بدید اسم کامل درستش رو بهتون بگم. شاهنامه رستم از حال پسرش سهراب بی خبر است، روایت آخر نوشته هوشنگ توزیع که روی صحنه خواهد رفت، یک کار اسطوره‌ای بسیار زیباست و توصیه میکنم اگر علاقمند هستین حتما این تماس رو بگیرید و با آقای توزیع این کارگاه آموزشی رو ببینید که از هر دو جانب مورد خوشنودی خواهد بود. به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزاری میکنم از فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه، همراهی مهمانان گرامی آقای دکتر رامین احمدی، بی بی کسرایی، مری آپیک، دکتر مارک کاملی و هوشنگ توزیع. فرصتی هم شد که صدای استاد محمد رضا شجریان و استاد شهرام ناظری رو هم بشنویم. از شما شنوندگان وفادار که همین شنبه ها با ما هستید و با کلام گرم و پرمهرتون ما رو دلخوش میکنید سپاسگزاری میکنم. همگی رو با آخر هفته پر از مهر و عشق میسپارم. روز و روزگار خوش باد. به رادیو ایران گوش میکنید. KIRN 670 AM. روزهای پر امید به زودی باز می‌گردند و بیزینس ها با بازگشایی آماده پذیرایی از مشتریان خود می‌شوند. رادیو ایران مؤثرترین وسیله برای رساندن پیغام صاحبان مشاغل به ایرانیان جنوب کالیفرنیا است. پیغام شما چه اعلام بازگشایی محل کارتان باشد، چه آشنایی مردم با بیزینس شما، به مهارت کادر بازرگانی رادیو ایران اعتماد کنید. آگهی در رادیو ایران همیشه جواب می‌دهد. 323 851 5476، 323 851 5476. خبری ازت نبود؟ تصادف کردم موندم برم پیش کدوم وکیل. الان برات روشن میکنم. بگو ببینم اون کدوم وکیلیه که تخصصش فقط و فقط تصادفاته و تا حالا بیشتر از 400 میلیون دلار برای موکلینش گرفته؟ یدیدی دیگه. اینم بگو اون کدوم وکیل قویه که آشنایی شخصی با اجاسترها و وکلای بیمه داره و چون وکیل دادگاهیه هم ازش حساب میبرن، هم بهش احترام میذارن. شنیدم کامران یدیدیه. حالا اینم بگو اون کدوم وکیل تصادف
تصادفاته که مثل دوست و برادر کنارته. بعدش هم بیشترین پولو به موکلینش میرسونه، همونطور که به من رسوند. همه میگن یدیدیه. از کامران یدیدی قوی تر تو کار تصادفات نداریم. تو که تصادف اوبر کردی و بیمه خوبی پشت سرته، توصیه من 100% نه 1000% کامران یدیدیه. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. وودلند هیلز مارکت، سوپرمارکت اصیل ایرانی با اجناس ارگانیک با کیفیت و تازه، مقدم شما را گرامی می‌دارد. از حراج‌های روزانه به ویژه چهارشنبه‌های وودلند هیلز مارکت استفاده کنید و مایحتاج خود را یک جا تهیه کنید. نمیشه به وودلند هیلز مارکت رفت و انواع سبزیجات تازه و میوه‌های ارگانیک را تهیه نکرد. در قسمت دلی هم پنیرهای خوشمزه و ارگانیک لیقوان و تبریز یک طرف، ساندویچ‌های پرملات و خوشمزه مثل مارتادلا ترکی و اولویه هم که دیگه حتما تعریفش رو شنیدید. کی میتونه از گوشت گوسفند بدون هورمونی، از لمب چوب‌های خوشطعم و بدون هورمون وودلند هیلز مارکت با آسانی بگذره؟ فیله و مرغ و ماهی آماده برای کباب هم که بماند. از نون سنگک و بربری داغ که جلوی چشم شما پخته میشه هم غافل نشید. آدرس 19964 خیابان ونتورا، وودلند هیلز مارکت. تازگی، کیفیت، رضایت، هر روز تجربه اینو. 818-999-4477 818-999-4477. با من جیکوب هوبان در سفری به سوی تندرستی، نیکزیستی و کمال در برنامه شفا هر دوشنبه ساعت 9 شب همراه باشید. مصرف کنندگان محصولات الماس این چنین میگویند: من محصولات الماس استفاده میکنم، مخصوصا سبزی قرمه سبزیشو وقتی که میپزم همه همسایه‌ها میپرسن که این بوی چیه را انداختی توی خونه. I like the mortadella dip, it's very delicious. این از زیر مکه در هم بالای 5-6 با کالبوسه شما میخرم، احساس قربت ما را بهم بردید. محصولات الماس را از فروشگاه های ایرانی، مدیترانه و آنلاین almasfood.com تهیه کنید. با خرید $50 به بالا ارسال رایگان به تمام آمریکا. من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. پیام شایانی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. تصادف امری است اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-7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 777
D-U-A. Get spiritual. Mom, where's the mirror? Beauty is within. Oh. B, find the positives. Less time blow drying, more time texting. Or C, show empathy. Mom, you really don't have to. Twinsies. I kind of love it. You don't have to be perfect to be a perfect parent. Thousands of teens in foster care will love you just the same. For more information on adoption, visit AdoptUSKids.org. A message from the U.S. Department of Health and Human Services, AdoptUSKids, and the Ad Council. آخه می جنه یاره ای دگو بود قبای گلشی امر بیجار بنه بود زحمت بکشی می چلچرانه می چلچرانه امشوشی می خونه ور شیرینی خورانه دقیقه منم شوقت منم آفتاب da 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 da
میچینی کاسه میچینی کاسه قربان بشم ناکوی تیچر براسه میچینی قوری میچینی قوری تازه یارم هگی تبود تیچشم بکوری